عرض ادب و احترام دارم خدمت همه همکاران گرامی و حاضرین در جلسه، همینطور درود و عرض ادب خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر این کره خاکی که از طریق لایو یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون بشریت ما رو دنبال میکنن و یا در آینده خواهند دید. امروز 14 ژانویه 2023 هست و با جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در خدمت شما هستیم. جلسه امروز طبق روال گذشته شامل بخش های مختلفی هست که خدمتون معرفی خواهم کرد. در بخش اول جناب آقای ایرج دانای توس گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذر ماه 1401 رو ارائه خواهند داد. سپس سرکار خانم نرگس مباشریفر کنوانسیون بین‌المللی من و مجازات کشتار دست جمعی ماده 1 و 2 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی رو ارائه خواهند داد. در بخش بعدی سرکار خانم زهرا رهایی سخنرانی خواهند داشت با موضوع خط تولید حبس و اعدام در دادگاه‌های آنلاین جمهوری اسلامی. در پایان جلسه امروز بحث آزاد رو طبق معمول خواهیم داشت که موضوع بحث آزاد این جلسه هستش، حق تجمع و اعتراض، رعایت حقوق انسانی توسط قانون. بدیهی است که همه همکاران ازشون تقاضا میکنیم که در پایان هر بخش نقطه نظرات و پرسش های خودش رو مطرح کنم و همینطور در بحث آزاد حضوری فعال داشته باشن که بتونیم به یک جمع‌بندی خوبی برسیم و جلسه خوبی رو پشت سر بگذاریم. از آقای ایرج دانای توس دعوت میکنم که سخنرانی خودشون رو ایراد بفرمایند. آقای دانای توس، میکروفون در اختیار شماست. با عرض سلام مجدد خدمت همکاران محترم، در آذر ماه 1401 به دلیل ادامه خیزش انقلابی مردم شاهد نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی بودیم. از کشتن معترضان گرفته تا ربودن کودکان و نوجوانان معترض و حتی اعدامهای فرمایشی توسط این حکومت بودیم. طبق آماری که همکاران ما در کمیته اقوام جمع‌آوری کردند، ما شاهد 592 نفر بازداشتی بودیم که این خودش یه آمار خیلی زیاده. اگه بخوایی تک تک معرفی کنی خیلی زمان بره. همچنین شاهد مجروح بودن و نقض عضو آمدانه معترضان توسط نیروهای انتظامی و لوازم شخصی بودیم که این عمل خود مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران است که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره خواهم داشت. شکسته شدن دندان، دنده، انگشتان دست و پای هیمن مصطفایی زندانی محکوم به اعدام در بازداشتگاه اطلاعات سنندج. هیمن مصطفایی زندانی محکوم به اعدام، اهل کانی دینار مریوان، در جریان اعتراضات 9 مهر ماه 1401 بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سنندج منتقل شد. آقای مصطفی در اطلاعات سنندج به اثر شکنجه 3 دنده، 2 دندان، انگشتان دست و پاش شکسته شده و از لحاظ جسمی و روانی تحت فشار شدید است. او همچنین در جریان اعتراض زندانیان زندان سنندج مورد اصابت چندین ساچمه قرار گرفته و از ناحیه چپ سینه دچار جراحت شده که اجازه انتقال او را به بیمارستان ندادند و در اون حال در زندان محبوس بوده. این اخبار، یعنی این خبر، مغایر است با ماده 5, 6, 8 و 11 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده 11 حق
اصل و براءت. کشته شدن یک کودک در تیراندازی ماموران امنیتی در هرمزگان همزمان با برگزاری مراسم 40 کیان پیرفلک، تیراندازی نیروهای امنیتی به خودروی یک خانواده در هرمزگان به کشته شدن یک کودک 12 ساله منجر شده است. به گزارش ایسنا، این دختر 12 ساله با هویت سمی اعتباری در جریان تیراندازی پلیس به خودروی حامل این خانواده در روستای خلوص بستک در جاده بستک لاف جان خود را از دست داده. این خبر مغایر است با ماده 3، 6 و 8 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 8 رعایت حقوق انسانی در همه جا. شکنجه شعیب میربلوچ زهی ریگی جهت اخذ اعترافات اجباری. به گزارش هالوش، نیروهای امنیتی این نوجوان بلوچ محکوم به اعدام را با لخت کردن جلوی کولر در هوای سرد تحت شکنجه قرار دادند و عنوان کردند که اگر به لیدری اعتراضات و همکاری با گروه های مسلح بلوچ اعتراف کنی در حکم اعدام تو تخفیف قائل می شویم. او در 13 مهر ماه 1401 در خیابان مدنی زادان بازداشت و تحت شکنجه به اتهام افساد فلعرض به اعدام محکوم شد. این خبر نیز مغایر است با ماده 5، 9 و 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. برهان الیاسی جوان اهل جوان رود که بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. به گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، شنبه 10 1401 برهان الیاسی مغازه‌دار 22 ساله پس از آن که از ناحیه شانه مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و بعد از منتقل شدن به بیمارستان در نهایت به علت شدت جراحات جان باخت. او در جریان برگزاری 47 تن از کشته شدگان اعتراضات جوان رود کشته شد. این خبر نیز مغایر است با ماده 3، 20 و 22 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 20 حق آزادی تجمع و اعتراضات و ماده 22 حق امنیت اجتماعی. و خبری که 2 هفته پیش تقریبا اتفاق افتاد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان خیزش انقلابی مردم ایران اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، شنبه 17 دی حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسین از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در پرونده موسوم به قتل بسیجی روح الله عجمیان اجرا شد. چندی پیش حکم اعدام این دو معترض نیز در دیوان کشور عالی کشور تایید شده بود. علی شریف زاده وکیل مدافع محمد حسینی در حساب توییتری خود نوشت: با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه عشق بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی. از میله آهنی به کف پا و شکر در قسمت‌های مختلف بدن. مردی که اعترافات او تحت شکنجه بود و هیچ وجاهت قانونی نداشت. این چنین جوانان معترض را برای ایجاد رعب و وحشت با اعترافگیری اجباری در دادگاه‌های فرمایشی به پای چوبه دار می‌فرستند. پیش از این هم محسن شکاری و مجید رضا رهنورد از دیگر بازداشتی‌های اعتراضات اعدام کردند. و همچنان با دادگاه‌های فرمایشی در حال صدور احکام اعدام برای جوانان بیگناه ایران هستند. به خیال خود
که با اعدام مردم را از ادامه اعتراضات باز خواهند داشت. صدور حکم 64 سال و 9 ماه حبس برای 7 نفر از بازداشتی‌های پیرانشهر. علی بخشنودی، احسان گلابی، محمد ابراهیمی، هیوا محمودی، اسماعیل تجلا، آرام خالدی، نسب علیرضا محمدی در جریان مقاومت مردمی پیرانشهر بازداشت شده و توسط شعبه 102 دادگاه کیفری این شهرستان از بابت اتهاماتی همچون عضویت در حزب دموکرات اجماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و این نکته مهم است که فیلم برداری از اماکن دولتی برای این جرم 3 سال حکم حبس بریدن. فیلم برداری از اماکن دولتی مجموعاً به 64 سال زندان و 9 ماه حبس محکوم شدند. این در حالی است که در کشورهایی که دارای دموکراسی هستند این اتهامات اصلاً جرم نیست و نباید اصلا مجازات شود. دستگیری 39 نفر در جوانرود در 12 روز توسط نیروهای امنیتی. از این 39 نفر 12 نفر آنها زیر سن 18 سال بودند و علناً کودک محسوب میشوند. این افراد بعد از بازداشت همگی به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. این اخبار مغایر است با مواد 8 و 9 و 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، حبس و یا تبعید غیرقانونی و ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه. و تعداد زیادی از هموطنان در بلوچستان هم بازداشت شدن که تعداد خیلی زیادی میشه، در روز شاید 100 نفر بوده که من در اینجا به اون قضیه اشاره خلاصوار میکنم. در هفته گذشته در نماز جماعت زاهدان حدود 49 نفر بازداشتی داشتیم. من اینجا گزارش نقض رو به پایان میرسونم. اگر دوستان سوالی دارن در خدمت شما هستم. ممنون هستم. سپاس از شما آقای دانای توس. ممنون از گزارشی که تهیه کردید. همونطور که شما فرمودین اخبار نقض مخصوصا در مورد کردستان و بلوچستان انقدر زیاد هست که تو یک جلسه چند ساعته فکر کنم اصلا نشه نیمی از اون رو هم عنوان کرد. همینطور اخبار مربوط به شکنجه ها و اعتراف گیری های اجباری، من واقعا خودم هنوز برام عجیبه که چطور میان میگن که به یک شخصی حکم اعدام میدن، بعد میگن تو بیا بگو من فلان کارو کردم که حکم اعدام تو کاهش بدیم، بعد که اون شخص حالا به هر دلیلی میاد اونو زیر شکنجه اعتراف میکنه میگن خب خودت اعتراف کردی پس باید اعدام بشی. یعنی در هر دو صورت این شخص رو میخوان اعدام کنی. اعدام کردن هم که خب از روز اولی که جمهوری اسلامی اومد جزء کارهای اصلیش بوده دیگه. در هر صورت دوستان اگر سوالی یا نظری دارن لطفا بفرماین. بله جناب آقای دانای توس بفرماین. من یه نکته هم فراموش کردم، امروز یک نفر دیگر اعدام کردن، آقای علیرضا که به جرم جاسوسی به انگلیس. من تو فایلی که از ایشون شنیدم که داشت تعریف میکرده که چجوری زمان بازداشت چجوری گذشته، 8 ماه تو انفرادی بوده و بعد از 8 ماه اینو در یه اتاقی با دوربین های که خیلی پیشرفته بوده در 4 جهت این نظاره میکردن. خودش میگفت که منو توی اتاقی بردن که مال بازی سینماییه، یعنی هر کاری میتونن با اون فیلم بکنن. یعنی گفت چندین بار حتی لباسه منو عوض کردن، اومدن موهایمو رنگ کردن، گفتیم میخواییم آزادت کنیم، یعنی یکم دیگه با ما همکاری کنی آزادت میکنیم، مراحل آخر اگه نکنی میفرستیم تو سیاه‌چالای زندان اوین با اون شکنجه‌گرایی که اونجا هست. یعنی این چیزی که خود این آقای علیرضا گفته
فایلش هم هست تو فکر کنم کانال توانا گذاشتهش تو اینستاگرام. یعنی اصلا وحشتناک، یعنی یه فیلم ساختن از اون آدم همه جعلی برای که ثابت بکنن که این آدم اصلا جاسوس بوده. این میخواستم این نکته هم اشاره کنم. متاسفانه امروز اعدام شد این شخص. متاسفانه آمار اعدام ها خیلی زیاد هست توی جمهوری اسلامی. بی جهت نیست که ایران همیشه شانه به شانه با چین رقابت میکنه در اعدام. حالا چین با اون جمعیت همیشه مقام اول هست، ولی به نسبت جمعیت اگر حساب کنیم واقعا ایران نفر اول هست، یعنی کشور اول هست توی اعدام ها و اعتراف گیری ها و شکنجه هاشون هم که خب زبان زده دیگه. به هر حال دوستان اگر سوالی دارن یا نظری دارن لطفا بفرمایید، اگر نه که بحث بعدی. خانم رهایی عزیز بفرمایید. تشکر از آقای دانای توس، ممنون و متاسفانه آمار نقص خیلیه و تشکر که این حالا توی این وقت محدود این رو ارائه دادین. من خواستم یه نکته رو که الان که توی برای بازداشتی های این انقلاب اخیر تا یه شکنجه بود که مربوط به زمان دهه 60 بود، اون رو هم برگردوندن و خانواده ها و اونهایی که حالا آزاد شدن دارن ازش یاد میکنن، تابوت های دهه 60 که خیلی معروف بود و شکنجه خیلی وحشتناکی بود، اون رو هم باز برگردوندن و دارن از اون هم استفاده میکنن برای اعتراف گیری های اجباری و شکنجه کودکان و جوانانی که الان دارن میگیرن، اون رو هم دارن باز استفاده میکنن. ممنون از وقتی که به من دادید. ممنون از شما بانو رهایی عزیز. به هر حال میگم با جمهوری اسلامی، وقتی در مورد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم انقدر حرف زیاد هست، انقدر موارد زیاد هست که چند ساعت نمیشه واقعا در موردش، چون باید کارشناسی خیلی عمیقی بشه به نظرم. بعد از پیروزی ما، پیروزی مردم در این انقلاب، باید برنامه های خیلی زیادی بگذارم برای کارشناسی این موضوع که چقدر یک موجود زندهی که اسم خودش رو انسان گذاشته میتونه سادیسمی باشه که چنین اعمال وحشتناک رو انجام بده. بسیار خب، میریم بخش بعدی که توسط خانم نرگس مباشریفر ارائه خواهد شد. موضوعشون هم هست کنوانسیون بین‌المللی من و مجازات کشتار دست جمعی ماده 1 و 2 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. خانم مباشری عزیز بفرمایید. خب سلام میکنم خدمت همه عزیزان و خب متاسفانه خبری که شنیدم در رابطه با آقای علیرضا اکبری واقعا یک خبر تکان دهنده بود. امروز صبح وقتی که بیدار شدیم و دیدیم که یکی از عزیزان ما دیگه در بین ما نیستند و یک اعدامه دیگه هم رخ داد. در رابطه با کنوانسیون منع مجازات کشتار دست جمعی یا همون قتل عام، اگر که بخوایم صحبت کنیم، در 179مین گرد همایی سازمان ملل متحد که در تاریخ 9 دسامبر 1948 دولت‌های عضو به دور هم جمع شدند و این کنوانسیون رو که شامل 19 تا ماده بود نوشتند. دولت‌های طرف کنوانسیون با توجه به خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه مجمع سازمان ملل متحد که در سال 1946 در تاریخ 11 دسامبر که همون که نوشته شده بود، این اعلامیه رو ثبت کردن و تصمیم گرفتن که بر این که قتل عام برابر با قوانین بین المللی جرم محسوب میشه و همچنین مغایر هست با به قولی روح و اهداف ملل متحد، محکوم کردند و به این وسیله قرار شد که کشورهای متمدن این اعمال به قولن کشتار جمعی رو انجام ندن. همچنین با شناخت به این که در تمام مراحل تاریخ اگر ما نگاه کنیم، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده بود و اینکه با اطمینان به لزوم همکاری‌های بین‌المللی جهت اون رها کردن انسان از مجازات‌ها و تنبیه نفرت‌انگیزی که
به اون به این وسیله به اتفاق به اون مواد من اشاره میکنم. در اینجا تا من براتون اینو بگم که این کنوانسیون خیلی پرمحتوا هست، یعنی واقعا در رابطه با هر موضوعی میشه درباره با این کنوانسیون بحث و گفتگو کرد. من فقط اینجا دو تا ماده رو خدمتتون عرض میکنم، یکی ماده یک ماده اولش هست و ماده دومش. در ابتدا ماده یک رو خدمتتون میگم، دولت‌های عضو تایید میکنن که قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشه و همچنین اونا تعهد میکنن که از اون جلوگیری کنند و مرتکبینشون رو هم مجازات کنن. ماده دومش میگه که خب در حال حاضر تعریف قتل عام یا همون ژنوسید به این معنی هست که کشتار دست جمعی به هر یکی از اعمال زیر به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی یا قومی یا نژادی یا مذهبی صورت میگیره، که به این میگن که کشتار دست جمعی. خب این چند تا مورد داره، یکیش کشتن اعضای یکی گروه هست، یکی دیگرش وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضای یک گروه هست، یکی این که قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی اون گروه بشه، حالا به صورت کلی یا به صورت جزئی، و یکی هم اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از تولد و به قولت همون تناسل یک گروه، همون منظور به قطع و نسل کردن یا جلوگیری از تولید مثل انسان ها، و یکی در آخرش هم انتقال اجباری اطفال به یک گروه به گروه دیگر. خب من اول اینجا توضیح بدم که جمهوری اسلامی ایران آیا اصلا این کنوانسیون رو انجام داده؟ آیا اصلا قبولش کرده؟ بله. ببینید در تاریخ 9 دسامبر 1948 توی سازمان ملل متحد وقتی که این تصویب شد، بعد از اون در تاریخ 1934 زمانی که شاهنشاه بوده دیگه و شورای ملی بوده، در اون موقع مجلس شورا اون رو تصویب کرده و اون زمان آقایی به اسم امان الله اردلان که نایب رئیس مجلس شورای ملی بوده این قرارداد رو امضا کرد. پس یعنی الان باید ما بدونیم که ایران اینو امضا کرده، باید به این قوانین هم اکتفا کنه دیگه، باید این قوانین رو رعایت کنه. اما اگر که ما تو خودمون تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر که بریم ببینیم، هیچ قانونی در رابطه با قتل اون عام و اون کشتار دست جمعی وجود نداره. خب دولت‌های عضو تایید میکنن که قتل عام، ماده‌اشو خوندیم دیگه، قتل عام چه در زمان صلح چه در زمان جنگ یک جرم بین‌المللی. خب الان تو ایران چه خبره؟ واقعا داره چه اتفاق میفته؟ و ما میبینیم که واقعا هر روز داره تو کشور ما چقدر اتفاق میفته. ما یک کنوانسیون داریم که بهش میگن که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که این کنوانسیون 6 تا بخش داره، 53 تا ماده هم داره. باز اینو چیکار کرده دولت جمهوری اسلامی ایران؟ 17 اردیبهشت 54 هم اینو امضا کرده، که در این که این گفتم خدمتتون 6 تا بخش داره، تو بخش سومش ماده 6ش نوشته که حق زندگی از حقوق ذاتی شخصی انسانه، این حق باید به موجب قانون حمایت بشه، هیچ فردی رو نمیتونیم خودسرانه بدون مجوز از زندگی محروم کنیم، که متاسفانه میبینیم که همین امروز هم یه ادامه دیگه داشتیم. در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام هم جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات، اونم طبق قانون لازم اجرا است، اونم در زمانی که جنایت اون هم نباید با مقررات این میثاقه به قول معروف و اینکه این کنوانسیون که راجع به جلوگیری و مجازات کشتار جمعی نباید منافات داشته باشه. بازم با این وجودم اجرای این مجازات جایز نیست مگر اینکه موجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالحه باشه. یعنی چی؟ یعنی ما الان
این اولین کلمه بود دیگه، دادگاه صالحه. حالا تو کشور ما هیچ دادگاه صالحه که وجود نداره متاسفانه، بر اساس فقط شکنجه و ارعاب و به قول این چیزا حکم میدن دیگه، شما رو انقدر شکنجه میکنن که مجبور بشید یک جرمی رو که نکردید به گردن بگید. مورد سومش این هست که در مواقعی که سلب حیات تشکیل دهنده جرم کشتار دست جمعی باشه، چنان گفته است که هیچ یک از مقررات این ماده دولت‌های طرف این میثاق رو مجاز نمی‌کنه که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات کشتار جمعی تقبل بشه منحرف نشن. بازم کشور ما همش داره کجراه میره. هر حکم، هر محکوم به اعدام حق داره که درخواست عفو یا تخفیف مجازات کنه و عفو عمومی و یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در همه موارد ممکن اعطا بشه، که متاسفانه اصلا تو این کشور ما که اصلا چیزی وجود نداره که شما بخوای که عفو بخوای. حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمیشه و در مورد زنان باردار هم قابل اجرا نیست، که تو کشورمون توی این اعتراضات خودمون به شخصه دیدیم که چقدر کودکان ما اعدام شده. هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست. خب یه اون قانون اساسی رو که خدمتتون گفتم که اصلا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران که حالا منع کشتار دست جمعی داشته باشه نداره، و اینکه ما میبینیم که در مورد ماده دوم این کنوانسیون صحبت کنیم. ماده دوم بند الفش گفته که کشتن اعضای یک گروه، هممون جمعه سیاه سیستان و بلوچستان رو یادمون نرفته، بیش از 60 نفر رو به رگبار بستن. خب این کشتار دست جمعی نیست؟ به نظر من یک قتل حکومتی هست دیگه. در 28 آبان مردم رو در مهابات به گلوله بستند با انواع و اقسام سلاح‌های سبک و نیمه سنگین، با کلاش، دوشکا، تیربار و بالای همه خونه ها تک تیرانداز مستقر کرده بودند و ما مسلسل مردم بگونم بدون سلاح رو به رگبار بستن. بند دومش میگه که مردم وارد کردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضا. خب ما میبینیم که در 19 دی ماه تعداد اعدامیان زیر تیغ ما که به قولن حکم اعدامشون صادر شده 109 نفر است، و تا به امروز با آقای علیرضا اکبری که امروز اعدام شده الان شدن 5 نفر حکم اعدامشون صادر شد و اجرا شد. بازم شنیدیم زندان‌هایی که جوانان ما رو زیر شکنجه می‌گیرن به دلیل گرفتن اعتراضات اجباری جان خودشون رو از دست میدن. تا الان فکر می‌کنم بیش از 600 نفر در زندان‌های ما به قتل رسیدن. طبق همین کنوانسیون کشتار دست جمعی فقط مربوط به زندانیان در بند نیست، بلکه خانواده های اونو هم درگیر میکنه. وارد کردن صدمات روحی به اعضای این خانواده ها چه به صورت تهدید که شما حق صحبت ندارید، چه به صورت ارعاب و ترس که اگر که شما صحبت کنید، حالا اونایی که زندانیان که حالا زنده هستن هنوز، ما زندانیان شما رو اعدام میکنیم، و چه زندانی هایی که در زندان هستن که اونها رو به قولی مجبورشون میکنن که حرف نزنید، اگر حرف بزنید ما عزیزان شما رو در زندان ها شکنجه میکنیم. مورد بعدی قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی اونها بشه. الان توی زابل دیروز داشت نشون میداد هوای زابل به حدی ناسالم هست که مردم عادی نمیتونن نفس بکشن. خب این چیه؟ این کشتار دست جمعی این مردم رو به نمیتونن نفس بکشن، مردم عادی، پس چیه؟ پس این قتله، قتل عامه. توی خوزستان همینطور، تو شهر اهواز، توی خرمشهر، و واقعا اصلا نمیشه چیزی در رابطه با این مردم. مورد بعدی اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل هست.
یه وقتی ما فکر میکردیم که مجازات حالا شکنجه کردن جزء به قولی چیز نیست، کشتار دست جمعی نیست، ولی ببینید یه تجاوزاتی انجام میشه در زندان، مخصوصا در مهاباد شهرهای کردنشین، که اگر که ما نگاه کنیم میبینیم که این تجاوزات به حدی بوده که افراد مخصوصا خانم ها یا آلت تناسلیشون رو از دست دادن، یا ببخشید دقیق میگم رحمشون رو در آوردن و خیلی مشکلات دیگری. خب این چیه؟ یعنی این نمیتونه دیگه تولید مثل کنه. و حالا حتی اگر که این مورد هم نداشته باشه، وقتی که از زندان در میاد با اون همه تجاوزی که به این شخص شده، آیا دیگه قادر هست با شخص دیگری در ارتباط باشه؟ خب نیست، نمیتونه. یعنی اون حس که دیگه با شخص دیگری زندگی کنه نداره. خب این چی میشه؟ این دیگه نمیتونه تولید مثل کنه. خب اینم یک قتل، یک کشتار دست جمعیه دیگه، تولید نسل رو جلوگیری میکنن دیگه. اینم واقعا یه مورد دیگه هست که واقعا باید گفته بشه. و در مورد بعدی، انتقال اجباری اطفال به یک گروه هست که این واقعا هممون به چش دیدیم. در این اعتراضات بیشتر دانش آموزان، بیشتر دانشجویان، بیشتر کودکان ما رو میدیدیم در اعتراضات. حالا این کودکان چی شدن؟ این کودکان رو بعد از اینکه حالا اعتراضات تمام شده و به قولی اومدن و کتاب‌هاشون رو نگاه کردن، اونایی که حالا عکس خمینی رو پاره کرده بودن، همشون رو اومدن یا تهدید کردن یا ارعاب دادن، یا اینکه این کودکان رو از خانواده جدا کردن و به کانون اصلاح و تربیت منتقل کردن. خب یعنی چی؟ یعنی از یک گروهی جداشون کردن به یک جای دیگری انتقال دادن. و این هم چی هست؟ این هم یک نوع کشتار دست جمعی هست که متاسفانه در کشور ما وجود داره و چقدر از کودکان ما که مورد آزار و اذیت و شکنجه های جسمی، جنسی، روحی و هر چیزی که شما فکرش بکنید در کشور ما رخ داده. و امیدوارم که روزی بشه که بتونیم واقعا بتونیم این عزیزانمون رو نجات بدیم و این کودکانی که در آینده این مملکت رو درست میکنن بتونیم نجات. در اینجا جا داره که ضمن تسلیت دوباره در رابطه با آقای علیرضا اکبری که به قتل رسیده، به قتل قانونی رسیده در کشورمون، جا داره که تشکر کنم از اینکه این کنوانسیون رو گوش دادید. البته بگم خدمتتون گفتم در ابتدای جلسه که این موضوع کشتار دست جمعی اونقدر مطالب مختلف داره که شاید فقط بشه در اینجا فقط به یک سرسوزنی از این کنوانسیون صحبت کرد. ممنون که در اختیار بنده قرار دادید. مرسی. من شما بانو مباشر عزیز و سخنرانی که ایراد کردید، البته من دو جا رو باید فکر کنم اصلاح کنم. شما فرمودین که دولت جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون ها رو امضا کرده، که در اون زمانی که امضا شده دولت جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و دولت شاهنشاهی ایران بوده، ولی در مجموع کشور ایران این کنوانسیون رو عضوش هست. این یک چیز بدیهیه. اما در مورد سازمان های بین المللی من میخواستم یک موضوعی رو بگم که داشتین شما توضیح دادین به این موضوع داشتم فکر میکردم که در مورد همین ژنوسایدی که شما گفتید، کشتار دست جمعی، خب جمهوری اسلامی از همون ابتدای ورودش و تشکیلش شروع کرد به کشتار دست جمعی. اعدام‌های 67 تا هممون یادمونه، یا بلاهایی که و کشتارهایی که سر بهائیان در آوردن، بلوچ‌ها، کردها و خیلی از هموطنان دیگه‌مون. تو همین 4 ماه گذشته ما دیدیم در بلوچستان در همون جمعه خونین، حالا برخی آمار میگن بیش از 120 نفر، شما فرمودید 60 نفر، حالا آمار حتی اگر یک نفر باشه به هر حال کشتار دست جمعی محسوب میشه. در ماهشهر در آبان 98 اون تعداد کشته در یکی دو روز انجام شد. و من موندم که سازمان‌های بین‌المللی چرا جمهوری اسلامی ایران رو اصلا میپذیرن. ما یادمون نرفته که همین چند ماه گذشته بود فکر میکنم که ایران رو به عنوان رئیس سازمان زنان یا یه همچین موضوعی انتخاب کردن، در صورتی که ما میدونیم که ایران یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زنان هست.
و چرا اصلا باید بیاد ریاست یه همچین سازمان بزرگ و معتبری رو به عهده بگیره؟ حالا خوشبختانه الان که از این سازمان اخراج شد، ولی در مجموع قوانین سازمان‌های بین‌المللی خیلی مماشات کردن تا امروز به نظرم با جمهوری اسلامی، با دولت جمهوری اسلامی، و این خیلی مایه تأسفه. جناب آقای ناصری عزیز، میشنویم شما رو. ممنونم آقای شایگان عزیز و همتون تشکر میکنم از خانم مباشری که کامل جامعه توضیح دادن. در رابطه با این کشتار دست جمعی کاملا درسته. خیلی فکر میکنم وقتی ما میگیم کشتار دست جمعی، اینی که حالا ما برداریم یه عده رو به صف بکنیم و به رگبار بکشیم و شاید ذهنیتشون اون سمتی میره، ولی واقعا این همه کشتاری که داره اتفاق میفته توی کشورمون، نه به طور مستقیم، به طور غیر مستقیم، منظورم حالا یکی همین بحث هوای آلوده است که توی این چند وقته داریم میبینیم توی کشورمون. اکثر شهرها، اصفهان، تهران، اکثر شهرهای بزرگ مشکل آلودگی رو دارن و به عمد هم هست. حالا میبینیم که دارن همه کارخونه ها، همه تولیدی ها دارن مازوت میسوزونن. همه اینو میدونن و همه میدونن مازوت چقدر ضرر داره برای هر انسانی، ولی دارن این کار خیلی راحت انجام میدن. برایشون هم اصلا مهم نیست، یعنی فکر منافع خودشون هم، فکر سودشون هم، فکر جیبشون هم، اصلا برایشون مهم نیست که چند نفر بیشتر بمیرن. و این هم خودش یه کشتاریه که جمهوری اسلامی راه انداخته. شاید جمعیت کمتر برایش کنترلش راحت تر باشه، شاید من اینجوری فکر میکنم. کنترل جمعیت چه میدونم حالا 20 میلیونی برای جمهوری اسلامی خیلی راحت تر باشه تا کنترل 80 میلیون. یکی در رابطه با بحث حالا مماشاتی که فرمودید بقیه دولت‌ها در رابطه با جمهوری اسلامی دارن انجام میدن، متاسفانه سیاست‌های دولبه‌ایه که خب حالا 40 ساله داره این اتفاق میفته. یعنی از همون اول همه میدونستن جمهوری اسلامی واقعا به کدوم سمت داره میره. از همون 67 که شروع کرد کشتن، از همون 58 که حالا حجاب اجباری کردن و زنها رو سرکوب کردن و کلی جنایت اون موقع اتفاق افتاد، همه کشورهای دنیا میدونستن که جمهوری اسلامی چه هدفی داره. یعنی خیلی علنی هم خود آقای خمینی میومد میگفت که ما میخوایم اسلام رو صادر کنیم، یعنی هدف از انقلاب اینه. ولی خب حالا به خاطر منافع خیلی از کشورها، خیلی از سیاستمدارا اون موقع سکوت کردن، کماکان که داریم میبینیم تو این چند سال هم سکوت کردن، چیزی نگفتن. الان هم که این جوی که الان راه افتاده که الان میبینیم خیلی از کشورها صداشون در اومده و دارن خیلی علنا در واقع مخالفتشون اعلام میکنن، بیشتر به نظر من به خاطر همین شبکه‌های اجتماعیه، یعنی به خاطر جبیه که راه افتاده، به خاطر افکار عمومیه، به خاطر خبرگزاری‌هاست، خبرنگارهای خارجیه که دارن فشار میارن به سیاستمدارا، که سیاستمدارا مجبور به واکنش شدن. وگرنه اگر که حالا صدای مردم در نمیومد، شاید کماکان سابق همین رویه رو ادامه میدادن، یعنی یکی به نل میزدن، یکی به میخ. خیلی براشون جون مردم ایران مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه منافع کشور خودشون. برای همین مماشات میکردن با ایران. و فکر میکنم حالا اگر که یه ذره این فشار بیشتر بشه، یعنی مردم همینطور ادامه بدن این فشار بر سیاستمدارای کشورها، این کاری که ما به عنوان کسایی که خارج از ایران هستیم داریم انجام میدیم، یه ذره بیشتر بکنیم، فعالیتامون رو بیشتر بکنیم، این کار قطعا جواب میده. الان چند روز دیگه، چندم فراموش کردم، تو همین چند روز سپاه پاسداران قراره که نظرسنجی بکنن دیگه، که بذارن توی لیست تروریستی یا نذارن. خب این خیلی تأثیر داره اگر که یه اتفاق بیفته و واقعا یه چراغ سبز به همه کشورها که ایران رو دیگه، یعنی جمهوری اسلامی رو دیگه به رسمیت نشناسن. امیدوارم یه اتفاق بیفته و اگر که بیفته واقعا خبر خیلی خوبیه. مرسی از شما. مایک آزادم. ممنون از شما آقای ناصری. روز 16 هست این نظرسنجی یا این نشست در مورد سپاه پاسداران، که امیدواریم ما، چون واقعا گروه تروریستیه سپاه پاسداران، یعنی گروه تروریستی، یعنی خارج از این نیست. که عجیب که تا الان تو انجامش ندادن، ولی امیدواریم که انجام بشه بالاخره. در مورد قتل عام و نسل کشی، این موضوع رو الان یادم اومد که شما گفتی سال 58 قتل عام روستای قارنا در کردستان در نزدیکی نقده رو مثلا یک نمونه دیگه میشه مثال زد که متاسفانه انجام شده و همه جامعه جهانی سکوت کردن در دوالش و خیلی موارد دیگه. یعنی اگر بخوایم نگاه کنیم و
جستجو کنیم زیاد هست، موارد خیلی زیاد هست. حتی در یک مورد وقتی ما میگیم جنایت جنگی، خب یه تعریف داره، یعنی که تو یک، حتی در جنگ وقتی یک شخصی اسلحه داره، شخص مقابلش اسلحه نداره، حق نداره اون شخص رو بکشه. اگر شلیک کنه بهش جزو جنایت جنگی محسوب میشه. ولی شما، ما دیدیم که در این 4 ماه یا تو موارد گذشته که به سادگی با سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین به سمت مردم شلیک میکردن. اون جوان هموطن عزیزمون که توی کردستان تو سنندج داشته بوق میزده و به سرش شلیک کردن، متاسفانه کشته شد، یک نمونه است. کیان پیرفلک و غیره، خیلی از عزیزانمون که متاسفانه کشته شد، اینا جنایت جنگیه. حالا نمیدونم کی قراره که جامعه جهانی واکنش نشون بده. آقای دانای توس، میشنم شما رو. آقای دانه تو صدا مایکتون رو. بله ممنون، مایک آزاد. من در این مورد که شما دوستان عزیز اشاره کردید، من یه اشاره بکنم در مورد محیط زیست و این مازوت سوزوندن. چند روز پیش که سازمان ملل اعلام کرد، این خودش نقض فاحش حقوق بشره، چون که از سال گذشته محیط زیست هم جز موادی اعلام شد که یعنی نقض حقوق بشر حساب میشه. اگر رعایت نشه مواد محیط زیستی، جز نقض حقوق بشر حساب میشه. و اینکه آقای شایگان در مورد این مماشات حکومت ها صحبت کردن، منم میخواستم بگم این حکومت ها که با ایران مماشات دارن به این دلیل که ایران لابی داره. لابی های جمهوری اسلامی همه جا هستن، مثلا نایاک تو آمریکا. کی به وزارت خارجه آمریکا مشاوره میده؟ نمیان که از مردم بشنون این حرفا. یه گروه های یه پول میگیرن از دولت که به اینا مشاوره بدن، ببینن آقا ایران چه خبر. اینا به آمریکا یا خود آلمان که اون آقای طباطبایی هست، این به آلمان مشاوره میده. بله ایران گل و بلبل، کسی با کسی کاری نداره، اینا همه مثلا دروغ میگن. اینا به گفته این مشاورهاشون عمل میکنن، نه به حرف مردم. پس جمهوری اسلامی به خوبی تونسته لابیاشو تو تمام دنیا پخش کنه و چیزی که جا مونده این معترضان یا اپوزیسیون خارج کشوره که متاسفانه همش به هم میپرن و دنبال لابیگری نیستن. اگه اینا هم لابی قوی داشتن، شاید خیلی وقت یا خیلی سال پیش جمهوری اسلامی میتونست بره، چون که واقعا مثل یه قده سرطان میمونه و همه جا پخش شده، تو همه دولت ها، تو همه دولت های غربی لابی داره. این دلیلش اینه که این کشور اروپایی یا آمریکا از اون لابی هاشون نظرسنجی یا چیزی میکنه. و همین، مرسی از شما که وقت موندید. از شما آقای دانای توس، درست میفرمایید. لابی که خب به هر حال جمهوری اسلامی داره، اما به هر حال وقتی شما یک موضوع رو میبینی تو رسانه ها باز پخش میشه، تو شبکه های اجتماعی هست، خب یه علامت سوال برای شما پیش بیاد که این چرا اینطوریه. ولی خب منافع متاسفانه ایجاب میکنه که همراه با جمهوری اسلامی باشن. امیدواریم که از این بعد دیگه نباشن. خب حالا تا الان بوده دیگه. خانم مباشری فر، شما را میشنویم. خب ممنون از اینکه نظر دادید در رابطه با این کنوانسیون. فقط خواستم یک نکته رو بگم. بله در زمان ایران این کنوانسیون امضا نشده، طبق صحبتی که خدمتتون عرض کردم. ولی خب ببینید، وقتی که یک کنوانسیون، حالا چه در زمان دولت جمهوری اسلامی، چه حالا قبل از دولت جمهوری اسلامی ثبت بشه، اگر که دولت اونو پس نخونه، یا مثلا به قولی مثل اهداف سند 23 رو امضا کرد، آقای روحانی هم امضا کرد، بعدش اومدند و گفتن نه ما اینو قبول نداریم و امضاشون رو پس گرفتن. وقتی که شما یک دولتی اون امضا رو پس نمیگیره، پس یعنی چی؟ یعنی من اون کنوانسیون رو قبول دارم. پس ایران، همون حکومت جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون
منع کشتار دست جمعی رو قبول داشته و این کشتار رو انجام داده. این در رابطه با این موضوع بود گفتم خدمتتون عرض کنم. مرسی. لطف کردید که نظر دادید. ممنون. ممنون از شما. بنده هم همینو گفتم. گفتن دولت جمهوری اسلامی امضا نکرد ولی همچنان متعهد باید باشه بهشون هستش. خب دعوت میکنم از سخنران بعدی سرکار خانم زهرا رهایی با موضوع خط تولید حبس و اعدام در دادگاه‌های آنلاین جمهوری اسلامی سخنرانی خودشون رو ایراد بفرمایند. خانم رهایی بفرمایید. تشکر از همکاران عزیز و خسته نباشید به شما آقای شایگان عزیز. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در گزارشی از موارد روبرشتی از برگزاری آنلاین جلسات دادگاه برای معترضان خیزش سراسری کنونی خبر داده است. یکی از افراد بازداشت شده که از طریق خانواده خود با کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان تماس گرفته اعلام کرده که در زمان برگزاری دادگاه روی مانیتور کامپیوتری که از طریق آن با قاضی در حال صحبت بوده جملاتی تایپ شده نمایش داده می شده و بازجوها او را وادار کردند که از روی آن جملات بخواند. اگرچه تهدید، شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در دادگاه های جمهوری اسلامی امری تازه نیست، اما ادامه دادگاه های آنلاین میراث روزهای پاندمی ویروس کرونا، نگرانی هایی از نقض گسترده حقوق بازداشت شدگان در دادگاه های انقلاب ایجاب کرده است. دادگاهی که ظرف چند دقیقه زنان و مردان جوان و کودکان معترض در آن به محاربه، افساد فی‌الارض، اشاعه فساد و فحشا و سایر اتهام های امنیتی محکوم می شوند. بر کسی پوشیده نیست که در دادگاه های آنلاین نقض فاحش حقوق بشر از متهمان نقض شود. دادگاه های آنلاین ویدیو کنفرانس یا ویدیو کال در ایران همزمان با شیوع ویروس کرونا در آذر ماه 99 با رونمایی از سامانه عدالت همراه کلید خورد. علاوه بر جرائم عادی تا کنون بسیاری از شهروندان معترض از جمله فعالان مدنی و سیاسی نیز از طریق همین سامانه محاکمه شده و از طریق سامانه دیگری به نام سنا احکام ناعادلانه زندان را دریافت کردند. در این دادگاه ها قاضی از دفتر کار خود در دادگاه، زندانی از اتاقی در زندان و وکیل از دفتر کار خود یا شعبه دادگاه در جلسات شرکت می کنند. این سازوکاری بوده که تا کنون متهمانی که به وکیل تعیینی دسترسی داشتند در جلسات آنلاین دادگاه شاهد آن بودند. در حالی که قبلا قوه قضایی مدعی بود که دادگاه های آنلاین بیشتر برای رسیدگی به پرونده هایی با اتهامات سبک برگزار خواهد شد. دادگاه علی داوری معترض 19 ساله بازداشت شده در لنگرود که در دو پرونده جداگانه با اتهامات عضویت در گروه یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی و محاربه مواجه شده نشان داد که نقض حقوق متهمان برای قوه قضایی حد و مرزی ندارد. دادگاه ماکان در 3 دی به صورت آنلاین در شعبه 3 دادگاه انقلاب لنگرود برگزار و این نوجوان به اعدام محکوم شد. همچنین بنا به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، دادگاه امیر محمد جلالی، شهروند ساکن کرج که در روزهای ابتدایی اعتراضات در گوهردشت بازداشت شد، روز 19 آبان برگزار شد. دادگاهی که بنا به گزارش سازمان‌های حقوق بشری فقط 3 دقیقه طول کشید و او 30 ثانیه بیشتر فرصت دفاع از خود را نداشت. امیر محمد در 2 آذر توسط دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی به 3 سال حبس و 2 سال تبعید به کرمان محکوم شد. رویا برومند فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره اثرات بالقوه برگزاری جلسات آنلاین دادگاه بر حقوق متهمان می‌گوید. وجود چنین دادگاه‌هایی در زمان پاندمی ویروس کرونا به دلیل نبودن شرایط لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس در زندان‌ها از جمله نگهداری تعداد زیاد زندانی، نبودن مواد ضد
عفونی کننده صابون و آب گرم در بندهای بسیاری از زندان‌ها و بی‌توجهی به لزوم قرنطینه برای زندانیان که به دادگاه برده می‌شدند توجیه بیشتری داشت. ولی امروز به خصوص با بازداشت هزاران معترض و امکان مجازات‌های جدی چنین دادگاه‌های نگران کننده است. او با تأکید بر اینکه با تعداد کثیر پرونده‌های قضایی نقض مستمر حقوق متهمان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مشکلاتی از قبیل سرعت کم و قطع شدن اینترنت در ایران هیچ تضمینی نیست که متهمان از حق دفاع کامل برخوردار شوند. او میگوید با وضع اینترنت ایران که مدام قطع و وصل می شود، برگزاری جلسه آنلاین دادگاه حتما به ضرر کسانی است که باید از خودشان دفاع کنند. به هر حال کسی که در جایگاه متهم نشسته، وکیلش در کنارش نیست و ارتباط آنها از طریق فضای مجازی به اندازه کافی کارآمد نیست، قاضی هم در قوه قضایی جمهوری اسلامی همیشه تعدادی زیادی پرونده دارد و حتی وقتی که متهم جلوی او نشسته، بسیاری از مواقع صحبت متهم را قطع می کند و وقت زیادی برای دفاع به او نمی دهد. ملاقات با قاضی و ایجاد ارتباط حضوری با او می تواند به متهم در دفاع از خود کمک کند. از راه دور و از دریچه یک تلویزیون اجازه دفاع مؤثر از متهم گرفته می شود. فرد باید بتواند با قاضی ارتباط ایجاد کند. تصور کنید خیلی وقتها وقتی یک نفر را نمی شناسید و او را حضوری می بینید، نظرتان در موردش با کسی که از راه دور با قطع و وصل جلسه ببینید فرق می کند. تعداد زیاد دادگاه‌های آنلاین باعث می‌شود که متهمین با سرعت بیشتری محاکمه شوند. این روند برای قوه قضاییه صرفه‌جویی در بودجه و وقت است، اما امکان دفاع حداقلی را حتی از وضعیت عادی و حضوری کمتر می‌کند. خصوصا حالا که افراد بازداشت شده در اعتراضات در خطر صدور احکام سنگین و اعدام هستند. تأکید بر کم هزینه و سریع‌تر برگزار شدن دادگاه‌ها در کنار اخبار مربوط به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر محاکمه سریع و فوری متهمان معنادارتر می شود. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته بود که محاکمه برخی معترضان بازداشتی که به صدور حکم اعدام و زندانهای طولانی مدت منجر شده در زمان کوتاه واقعا کوتاه انجام شده و احکام آنها به زودی اجرا می شود. اما برای اینکه درباره نحوه تاثیرگذاری برگزاری دادگاه‌های آنلاین بر نقض بیشتر حقوق معترضان صحبت شود، باید اطلاعات و مستندات بیشتری جمع‌آوری شود. ولی طبیعتاً با شناختی که از قوه قضاییه جمهوری اسلامی داریم، نگران نقض گسترده در حق دسترسی به وکیل و دفاع متهمان در دادگاه‌های آنلاین هستیم. از زمان شروع اعتراضات دست کم بیش از 20,000 نفر بازداشت شدند. قوه قضاییه در ماه اول اعتراضات اعلام کرده بود که برای بیش از 1,000 نفر کیفرخواست تنظیم شده و از زمان شروع این اعتراضات گزارش‌های بسیاری از عدم اجازه ورود وکیل تعیینی به پرونده مخابره شده است. همچنین سازمان‌های حقوق بشری از تغییر رویه‌ای در قوه قضاییه سخن به میان آورده که می‌گویند اگر تا قبل از شروع اعتراضات قوه قضاییه برای وکلای تسخیری به سراغ کانون وکلا می رفت، حالا از وکلای مورد تایید قوه قضاییه از جمله بسیجی ها برای پرونده های معترضان استفاده می کنند. در این مدت بسیاری از خانواده ها از عدم پاسخگویی وکلای تسخیری یا عدم دفاع آنها در دادگاه گفتند. از جمله پدر محمد مهدی کرمی، معترض جوانی که ناعادلانه اعدام شد، پیشتر گفته بود که وکیل تسخیری فرزندش حتی جواب تلفن آنها را هم نمی‌دهد. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشری، با تاکید بر اینکه آنچه حائز اهمیت است حق دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه در دادگاهی عادلانه و در هر دو صورت آنلاین و حضوری، با اینکه در هر دو صورت آنلاین و حضوری این موارد نقض میشه، میگوید برگزاری آنلاین دادگاه به خودی خود بد نیست، ولی خوب هم نیست. آنچه حائز اهمیت است آن سازوکار و اصولی است که این جلسات بر اساس آن برگزار می شود که متاسفانه در هر دو صورت به گونه‌ای است که متهم از حق دادرسی عادلانه محروم می شود. و
به نظر میرسد تداوم برگزاری جلسات آنلاین دادگاه به خاطر تراکم بالای پرونده هاست. تعداد زیادی پرونده برای معترضان باز شده که رسیدگی به آنها خودش نیاز به یک قوه قضایی جداگانه دارد و بنابراین همانطور که خود اجرایی هم گفته در زمانی واقعا کوتاه به آنها رسیدگی می شود. به باور وکلای حقوق بشری که سالها در ایران وکالت پرونده های فعالان مدنی را بر عهده داشته و همکنون نیز به خانواده های معترضان بازداشت شده مشاوره حقوقی می دهند، در حالت کلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جایگاهی قرار گرفته که نمی خواهد استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت کند. جلسات آنلاین سرعت رسیدگی را بالاتر می برد و چون می خواهند هرچه سریع تر سرکوب را اعمال کنند رو به این رویه آوردند. دادگاه های معترضان خیزش سراسری نمایشی و شبیه دادگاه هایی است که صادق خلخالی در دهه 60 برگزار می کرد. به این دادگاه ها نمی توان اسم دادگاه را داد. سیستم پیشاپیش تصمیمش را گرفته. این دادگاه ها قرار نیست بین مردم و حکومت داوری کنند. این دادگاه ها مثل خاطرات خلخالی هستند که خودش گفته بود مردم را ردیف می کرده و به ترتیبی یکی در میان می گفته اعدام ابد، اعدام ابد. یک بار نفر آخر می خندد و او عصبانی می شود و می گوید خب برعکس از ته صف اعدام ابد، اعدام ابد. حالا هم همان کار را می کنند. این دستگاه قضایی همان ماهیت دهه 60 را دارد. صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه های انقلاب بود که به دستور روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی به این سمت منصوب شد. خلخالی در بازه چند ماهی که به عنوان حاکم شرع کار قضاوت میکرد صدها نفر را به اعدام محکوم کرد. قوه قضاییه با اینکه از تکنولوژی های روز استفاده میکند ولی همان احکام قرون وسطایی را علیه معترضان و شهروندان صادر و اجرا میکند. قوه قضاییه فقط کمی شیکتر شده و دستگاه الکترونیکی دارد، ویدیو کنفرانس می کند و از طریق تلویدیو دادگاه برگزار می کند. قبلا حکم ها تایپ شده یا دست نویس بود. امروز حکم ها کامپیوتری است و یک سامانه سنا هم دارند که احکام اعدام و قطع دست و پا که احکام پیشا تمدنی است از طریق آن ابلاغ می شود. البته بر کسی نیست پوشیده نیست که آزار، تهدید، بلا تکلیفی و وثیقه های سنگین تجربه مشترک معترضان در زندان ها و محکمه های نظام ولایی است و مصائب زندانیان خانواده های آنها را هم درگیر می کند. حکایت تکراری این روزهای خانواده بازداشتی ها در ایران، تهدید، سرگردانی، جواب سربالا، بلا تکلیفی، وثیقه های سنگین و استرس از دادگاه های ناعادلانه، تجربه تلخ معترضان در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران است. مسئولان حکومت اسلامی نیز از ارائه آمار دقیق بازداشتی‌ها نیز سرباز می‌زنند. به گفته فعالان حقوق بشر، مصائب زندان در ایران تنها شامل فرد زندانی نمی‌شود، بلکه فشار، تهدید و ارعاب آن افراد خانواده زندانی را نیز در بر می‌گیرد. با اینکه حق اطلاع از زندانی و روند دادرسی و نیز حق ملاقات و ارتباط با زندانی از جمله قوانین حمایتی از زندانیان و خانواده آنان محسوب می شوند، اما آنچه در مورد بازداشتی های اخیر و زندانی های امنیتی سالهای گذشته گزارش شده نقض آشکار قانون حمایت از خانواده زندانیان در جمهوری اسلامی به طور کامل مشهود است. خانواده بازداشتی های خیزش اخیر ایران به طور مداوم از سوی نمادهای امنیتی تهدید می شوند و در مواردی افرادی از آنها نیز دستگیر می شوند و همچنین طبق اظهارات خانواده ها از روز اول تهدید به عدم رسانه شدن بازداشت یا حتی کشته شدن عزیزانشان می شوند، در صورتی که بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در همه دادگاه های منصفانه و عادلانه طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. اما گویی جمهوری اسلامی توجهی به توانایی انتخاب وکیل از سوی متهمین ندارد و با انتخاب وکلای تسخیری و نیز عدم رعایت اصل بی‌طرفی در قضاوت راه را بر هر گونه محاکمه عادلانه بسته است.
تصاویری از حضور خانواده‌های بازداشتی‌ها در خصوص پیگیری عزیزانشان در مقابل زندان اوین در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. خبرها حاکی از سرگردانی و بلا تکلیفی این خانواده هاست. فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با سرگردانی و جوابهای سربالا در صدد آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشتی ها دارند. بسیاری از بازداشتی ها نه از وضعیت مناسب معیشتی برخوردارند و نه حتی کسی را برای پیگیری فرد بازداشتی دارند و حتی تعدادی از بازداشتی ها تنها فرزند و نانآور خانواده خود هستند. و بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته برای ارعاب بیشتر معترضان با برگزاری دادگاه‌های ناعادلانه و اکثرا آنلاین از احکام سنگین حبس و اعدام استفاده کرده. به نقل از خبرگزاری حکومتی ایرنا، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای ضمن تقدیر از قوه قضاییه برای اعدام 4 نفر از بازداشتی‌های خرداد ماه سال جاری که به اتهام جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بازداشت شده بودند آورده است، ادامه رسیدگی قاطع و سریع پرونده‌های متهمین مربوط به اقدامات تخریبی، تروریستی و تجزیه طلبانه اخیر که علیه امنیت کشور و جان و مال و ناموس مردم مرتکب جرم شده و خسارت‌های سنگین و جبران ناپذیری به ملت و مملکت اسلامی تحمیل کردند، انتظاری است که به مطالبه عمومی و تبدیل و به فضل الهی مورد اهتمام قوه قضایی قرار خواهند گرفت. آنچه در 4 دهه حکومتداری جمهوری اسلامی نظاره می شود این است که احکام صادره برای بازداشتی ها تنها فرد زندانی را شامل نمی شود بلکه به شکل غیر قانونی و غیر علنی اعضای خانواده فرد متهم را نیز مشمول آزار و اذیت قرار می دهد. وخامت خانواده بازداشتی ها در ایران کمتر از وضعیت اسفناک زندانی ها نیست. ممنون که وقت رو در اختیار من قرار دادین. من مایک رو رها می کنم. ممنون از شما بانو رهایی عزیز از سخنرانی و انتخاب خوبی که داشتید. ممنونم. پیش از اینکه آقای کرمی رو بشنوید، یک موضوع آخر سخنرانی شما بود که داشتین در مورد اینکه سپاه پاسداران از قوه قضاییه تشکر میکرد، نظر من رو جلب کرد به اینکه خاص عمومی یا مطالبه عمومی همچین عنوانی رو گفتیم. من برام عجیبه که این مطالبه عمومی که سران جمهوری اسلامی همیشه ازش دم میزنن کدوم عموم هست؟ یعنی کی همچین نظرسنجی رو کردن که عموم مردم بیان بگن که خب بله این 4 نفر رو شما دستگیر کردین بدون اینکه اصلا جرمشون، اتهامی که بهشون زدید واقعا محرز بشه تا یک فرایند عادلانه و حالا بله همه بیان بگن اعدامش میکنیم. این به نظر من خیلی مضحکه. آقای کرمی شما رو بشنویم. با درود خدمت تمام دوستان عزیز، صدای منو دارین؟ ممنونم از خانم رهایی به خاطر توضیحات کامل و دقیقشون، چون واقعا تمام صحبتایی که ایشون الان انجام دادن تک تکش واقعیت داره و داره اتفاق میفته. یعنی از اولین حرفشون تا آخرین حرفشون در حال حاضر، نه الان که قبلا هم همین جوری بوده و داره در حال اتفاق و این کارا انجام میگیره. یکی از چیزایی که می‌خواستم بهش اشاره کنم، چون واقعا من خودم به عنوان یکی از بازداشتی‌های آبان 98 بودم و زیر دست تمام شکنجه‌گرا و افراد اطلاعاتیشون بودم، یکی از نواهای بازجوییشون شکنجه‌های روحی روانیه که بازی با محکومه. مثلا دروغ گفتن و وعده و ایدای توخالی که بهشون میدن که فکر کنم آقای شایگان اول جلسه هم یه اشاره بهشون کردن، وعده های الکی و توخالی میگیرن که مثلا بله اعتراف کو که بعدا اتفاق میفته آزاد میکنیم، بعد اعتراف گیری با 1000 تا مشکل دیگه روبرو میشن، بعد وصل کردن و متهم کردن به گروهک های سیاسی و گروهک های دیگه ایه. به جای استفاده از کلمه اغتشاشات، کلمه اعتراضات، کلن کلمه اغتشاشات استفاده میشه و اولین کاری که میکنن
متهم با اتهامای جاسوسی برای رسانه‌های بیگانه، اتهامای گرفتن پول از احزاب سیاسی و و و و غیره داره انجام میشه تو جلسات دادگاه یا جلسات بازجویی یا همون اتاقایی که محکوما در اونجا قرار میگیرن. بعد متاسفانه خیلی از متهم‌ها اصلا دسترسی به وکیل ندارن. وکیل، نه اینکه لحاظ قانونی بگم حق ندارن وکیل بگیرن، آره خیلی هستن که حق ندارن، ولی خیلی از افرادی هم هستن که دستگیر میشن اصلا توانایی پرداخت پول وکیل رو ندارن، اصلا توانایی هزینه وکیل رو ندارن. چون اول اعتراضات نزدیک به 3 ماه و نیم برادر خودم تو زندانه همون موقع که گرفتنش تا الان، یعنی ما 3-4 بار اقدام کردیم برای وکیل، حداقل دستمزدی که بخوان در این پرونده ها بگیرن هیچ وکیلی مگه افرادی که واقعا خیلی رسانه‌ای بشن و پشتشون پر باشه، یه سری یه جایی وکیل براشون گرفته بشه، حداقل دستمزد وکیلی که ما اقدام کردیم زیر 40 میلیون 50 میلیون قبول نمی‌کنه. اصلا قبول نمی‌کنه. چون اتفاق در حال حاضر برای خانواده از کسی نشیندم یا چیزی باشه، برای خانواده خودم در حال اتفاق و صورت گرفته. پدر و مادر من از صبح ساعت 8 صبح در این دادگاه، در اون پاسگاه، در این زندانن با حداقل دستمزد وکیلی که می‌خواست درخواست کرده 50 میلیون تومان بوده. خب خودمون اگه تشخیص بدیم یه وکیل یه خانواده‌ای که شاید تمام زندگیش هم بفروشه 30 میلیون تومان نباشه، با کرایه خونه و با مشکلات و با هزینه‌های سرسام‌آوری که دارن 50 میلیون تومان از کجا بیاره بده؟ واقعا شاید اصلا یکی از نقشه‌های رژیم جمهوری اسلامی خودش همینه. به تمام وکیلام اعلام کرده اگه وکیل وکالت رو قبول میکنن با هزینه‌های سنگین قبول کنن که کسی نتونه اصلا وکیل بگیره. در ضمن وکیلم بگیری همه ما میدونیم، نه ما، همه دنیا میدونه وکیل تو جمهوری اسلامی نمونهشو داشتیم، حالا من اسمشو یادم رفته، خیلی وکیلا بودن اصلا خودشون دستگیر شدن. فکر کنم اگه اشتباه نکنم وکیل آقای رونقی بود، خودشون دستگیر کردن همون موقع و هیچ دیگه از اون چیز سر نداشتیم، هیچ کاری از دستشون بر نیومد. اکثر افرادی که اصلا دستگیر میشن با مشکلات، بیشتر مشکلاتی که برای شخص که دستگیر شده بیشتر بعد از بدتر از اون برای خانوادهش مشکل پیش میاد. واقعا خانواده‌ای هستن که اصلا نه آشنایی دارن تو ایران که همه میدونین آشنا نباشه و پارتی بازی نباشه و یه سری چیزا اقدام نگیره، اصلا سری یارو بالای دار میره. تو بگو هیچ کاری نکرده، هیچ گناهی هم نکرده. ما خیلی از افراد داریم واقعا هیچ گناهی نکردن، هیچ، فقط شاید توی تظاهراتی شرکت کردن، اصلا پیاده روی کردن یا از اون محل، از اون مسیر رد شدن، داخل جمعیت رفتن ناخودآگاه، ولی گرفتنشون با 1100 تا 1000 تا اتهامای مختلف، جاسوسی با بیگانه، چقدر پول گرفتی، با کدوم رسونه کار کردی، چجوری کار کردی، با کی همکاری کردی، با چه اقدامی، با چه چیزی دست به این کار زدی، با چه نیتی دست به این کار زدی و هزاران اتهام دیگه. به همین خاطر نمیدونم باید چجوری صدای اینا باشیم، صدای خیلی از کسانی که واقعا هنوز شاید رسانه‌ای بشه در حد یه خبر 5 دقیقه 2 دقیقه و بعد فراموش میشه. البته تقصیر کسی هم نیست، چون اتفاقا انقدر سریع و زود به زود اتفاق میفته، انقدر دستگیری ها زیاده که اصلا نمیشه به یه نفر فقط در مورد یه نفر رسیدگی بشه. واقعا اسم ما خبرها رو داریم ارسال میکنیم به همین کانون خودمون، اصلا بعضیاش به چشمون نمیخوره. شاید بتونیم در دستگیری که روزی 1000 نفر 500 نفر 400 نفر دستگیر میشه بتونیم 4 نفرش رو رسانه کنیم یا 5 نفرش. ممنون، وقت جلسه رو بیشتر از این نمیگیرم. ممنون از همه شما که صحبت های من گوشید. ممنون از شما آقای کرمی، به نکته خوبی اشاره کردین، همین که خیلی از این عزیزان هموطنانمون واقعا گمنام هستن و جانشون در خطر، احکام سنگین بهشون میدن. حالا به قول شما اون کسی که رسانه‌ای میشه، خب به هر حال یک مقداری تا یه حدی کارش شاید بهتر پیش بره، روندش بهتر پیش بره، ولی در مجموع اون شخصی که گمنام هست و رسانه‌ای نمیشه. حالا این یه موضوعی هم شما گفتید که خیلی جالبه، این موضوع که
سری راست میگید شما، سری میگن که شما از فلان نمیدونم سازمان و از فلان حزب و فلان پول گرفتین. خب اگر این شخص پول گرفته که چطور میتونه، چطور نمیتونه بیاد در خودش وکیل بگیره؟ اگر پول گرفته خب چرا انقدر به قول معروف از نظر مالی در مضیقه است؟ آقای ناصری شما رو هم بشنویم. سلام مجدد، خواستم تشکر کنم از خانم رهایی به خاطر سخنرانیشون، بسیار کامل و خوب بود. فقط اینکه یه نکته شما فرمودید که این رأی عمومی از کجا میاد که حالا حکومت بهش استناد میکنه، در واقع رو چه حسابی نظرسنجی کجا اتفاق افتاده؟ خواستم بگم که کلا اصلا این ایرانی که وجود داره، کشوری که وجود داره به نام ایران و ما توی زندگی میکردیم و بقیه مردم توی زندگی میکنن، اصلا انگار کلا سوای از اون ایرانیه که خود حکومت و مسئولین جمهوری اسلامی دارن توی زندگی میکنن. اصلا بعضی ما یه حرفای میان میزنن اصلا آدم تعجب میکنه اینا دارن در مورد کدوم کشور صحبت میکنن. وقتی میان در مورد مشکلات صحبت میکنن، از مشکلاتی که حل کردن میان صحبت میکنن، آدم واقعا به عقل خودش شک میکنه، یعنی فکر میکنه که واقعا اینا دارن راست میگن یا من دارم راست میگم، اینا اشتباه میکنن یا من اشتباه میکنم. اینقدر با جدیت تمام، یعنی میان میشنن روبروی دوربین زل میزنن توی چشم میلیون ها آدم و یه جوری دروغ میگن از راست بهتر که آدم شک میکنه واقعا به خودش. الان توی این بحث اعتراضاتی که اتفاق افتاده توی این چند وقته داریم میبینیم که یه جوری میان از معترضا صحبت میکنن، اختشاشگر مینامینشون، در موردشون صحبت میکنن و از مردمی که میخوان از دولت، از حکومت میخوان که مقابله کنه با اینا، برخورد کنه باشون، یه جوری صحبت میکنن که آدم واقعا شک میکنه، یه نکنه اینا که اومدن توی خیابون واقعا قصدشون چه میدونم حالا اختشاش باشه، با اینکه آدم خودش داره هر روز توی خیابون اینا رو میبینه. واسه همین کلاً اصلا اینا کاری نداره نظر مردم عام چیه. یه عده خیلی خاصی هستن که حکومت همیشه بسنده میکنه به نظر همین عده خاص. آقای دانایتوس فرمود یه گروهایی هستن که حالا کشورها میان از اونا در واقع چی میگن، از اونا نظر اونا رو میگیره و بر مبنای اون تصمیم میگیره. حالا جمهوری اسلامی همینه، یه عده خاصی اصلا میاد نظر اونا رو فقط میپرسه که آقا چیکار کنیم، اینا اختشاشگرن یا معترضن، ما الان چیکار بکنیم، و میاد همون رو اجرا میکنه و کاری اصلا نداره که بقیه مردم واقعا چی میگن، اصلا براش مهم نیست که اون 70 80 میلیون بقیه مردم که توی کف خیابونا هستن دارن اعتراض میکنن واقعا چه نظری دارن. همین، مرسی از شما. مایک آزاد. ممنون از شما آقای ناصری عزیز. آقای دانایتوس شما رو هم بشنویم. منم تشکر میکنم از خانم رایی به خاطر سخنرانی کامل و جامعشون و اینکه در مورد این دستگیر شدگان اخیر، حکومت دو نوع، یا بهت میگه آه خود برو وکیل بگیر یا خودمون برات وکیل میگیم. این وکیلایی که جدیدن که مال خود قوه قضاییه است و دیگه از کانون وکلا هم استفاده نمیکنن برای این وکیلای تذکیری، اینا یعنی خودشون یه کاری یه جوری پرونده رو میچینن و مینویسن که وقتی میخوان دفاع کنن جنبه دفاعی نداره از اون متهم، جنبه پشتیبانی از خود قاضی داره. یعنی این وکیلی یه کاری میکنه، یه جوری این دادنامه رو مینویسه که همونجا قاضی با استناد به همون وکیل همون متهم رو به اعدام محکوم میکنه. ما شاید این قضیه بودیم که در جلسه دادگاه معترضان قبلی، یعنی وکیلای تسخیری یه نوع کمکیار دادستان و قاضی هستند برای محکوم کردن بیشتر اون متهم. یعنی متهم هیچ گونه دفاع ازش نمی کنه، هیچ محکومش هم بهتر محکومش می کنه، میگه جناب متهم تو اینا رو بگو بهتره، ولی در عوض وقتی متهم بنده خدا که نمی دونه قانونو، وقتی میاد این حرفای اون وکیلو می زنه می بینه بدتر که حکمش که سنگین‌تر شد، سبک‌تر که نشد هیچ.
و اینکه معترضانی که تو داخل ایران هستن، جمهوری اسلامی هستن، به اینا گوش نمیده. ما یه نگاهی بندازیم به این اعتراضاتی که سالهای قبل گذشته بوده. هنوز یک بار نبوده که خامنه ای بگه، بیاد بگه آقا شما راست میگین، شما وضعیت معیشتیتون اینجوریه، وضعیت خرابه اینجوری، شما حق دارین اعتراض بگین. همیشه یک کلمه بوده، دشمن و دومی اغتشاشگر، این دوتا رو به هم میچسبونه و یه بهانه خوبی به دست این قاضی ها قضاتی میده که خودش منصوبشون کرده که بیان آقا اعدام بکنین، دستتون بازه، اعدام میکنین، اعدام کنین، حبس میدین، حبس بدین، از هیچی نترسین، من پشتتونم، دیگه از من بالاتر که نیست، میگه من پشتتونم. چیزی که توی یک هفته گذشته دوباره گفت، گفت نترسین، برین جلو، یعنی دستتون بازه، قضات، نمیدونم نیروهای امنیتی، سرکوبگرا، بکشین، حکم اعدام بدین، از هیچی نترسین، فقط این قاله رو جمع کنین. ولی فکر کنم این فقط تو ذهن خودشه. چیزی که هفته پیشم گفت، گفت من دشمن رو تحسین میکنم، دشمنی در کار نیست، این همه مردمه که این نمیبینه و به چشم دشمن نگاه میکنه. و مرسی فعلا تا بس آزاد. ممنونم آقای دانویتوس، درست میفهمم. البته این خاصیت دیکتاتور هاست، وقتی شما سرگذشت دیکتاتورها رو میخونید یا میشنوید، فیلماشو نگاه میکنید، میبینید که اکثره، یعنی 90 و چند درصد، من توی مقاله خوندم 90 و چند درصد از این دیکتاتورها، این اصلا این یه خاصیت مشترک بینشون که یک دشمن دارن، دشمن تراشی برای یک دیکتاتور وجود داره، چون به واسطه اون دشمنه که میتونه دیکتاتوری کنه. حالا این دشمن اگر واقعا وجود داشته باشه که هیچی، که قاعدتا نداره، اینا میان یک دشمن فرضی رو میارن وسط و لغلغه کلامشون میشه دشمن، و بر پایه همون دشمن دشمن گفتن تمام اموراتی که قراره بر مردم فشار بیارن و یا هر کاری کنن رو انجام میدن. در هر صورت این دشمن یک موضوع مشترک بین دیکتاتور هاست. آن رو شما را بشنویم. سپاس از نظر همه دوستان. من خواستم حالا صحبتی که شما کردن، البته آقای ناصری هم گفتن، این عام و خاص توی لفظ حالا حکومت، چه خود خامنه‌ای در نظر بگیریم چه سپاه، این کلمه مردم حالا چه عامش و چه خاصش رو که حالا اطلاق میکنن، فقط یک منظور یک درصد کمی از مردم هستن که خاص ها همون هایی هستن که خود خامنه ای خانوادهش و سران رو تشکیل میدن، و عام هم اون گروهک ها و اون زیرشاخه هایی هست که از نظر منافع وابسته به اینها هستن. یعنی عام و خاص رو فقط باید اون گروه خاص، یعنی اون گروه اندک رو در نظر بگیریم، حالا چون همه این روزنامه ها الان وابسته به سپاه هستن و وابسته به حکومت، تمام این الفاظی که به کار میبرن، مردم ایران و فلان، همشون اون درصد اندک رو که همه وابسته به این نظام هستن و دارن یه جورایی بهشون منافع تزریق میشه رو اونو در نظر بگیریم، وگرنه الان مردم ایران اونایی هستن که دارن اعتراض میکنن، انقلاب میکنن، کف خیابونن و به قول شما دشمن فرض شدن، دشمن فرضی علی خامنه ای مردم ایران هستن، یعنی و واقعا هم همین هست و باید هم بدونن که مردم ایران دشمن اینا هستن و تا سرنگونی اینا واقعا از پا نمی نشینن، چه خارج از ایران باشن چه داخل ایران. چون و یه صحبت دیگه هم که آقای کرمی اگه اشتباه نکنم، دقیقا فقط اینایی رو که بازداشت میکنن هیچ چیز دیگه ای ندارن که وابسته به گروهک اینا رو میکنن، در صورتی که اینو هیچ وقت فرض نکردن که وقتی که یک باید مردم رو، مردم ایران که حالا چه از نظر فرهنگی چه پیشینی که دارن، مردم آزادی بودن و آزاده بودن رو اینقدر اینها توی این 40 و چند سال فشرده کردن
محرومیت، حالا همه این چیزهایی که بهشون وارد شد، مثل یه فنر اینقدر فشرده شدن که، و فنر رو هممون میدونیم خاصیتش اینه که هر چقدر فشرده تر بشه و محدود تر بشه، زمانی که دیگه جا نداره، این عکس العملی که نشون میده واقعا، یعنی مثل الان این یه حالا چیزهایی هست که این تحلیلگرا این انقلاب رو یعنی در آینده میگن ازش میشه به عنوان یک رنسانس تاریخی توی ایران ازش یاد کرد. الان همون خاصیت این فنره که اینقدر فشرده شد که الان جهشی که کرد واقعا بی نظیره و آیندهی که در انتظارش هست میشه ازش به عنوان یک رنسانس یاد کرد. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. از شما خانم رهایی گرامی، اگر دوستان نظر دیگه ندارن که بریم بخش پایانی و بخش بحث آزادم رو آغاز کنیم. بحث آزاد امروز هستش حق تجمع و اعتراض یا رعایت حقوق انسانی توسط قانون. همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی در قانون اساسی خودش در اصل 27 هم حق اجتماع و حق تجمع و راهپیمایی رو برای مردم قائل شده، اما هرگز در عمر 43 ساله 44 ساله خودش به مردم عادی اجازه راهپیمایی و تجمع نداده، مگر اینکه برای حکومت باشه. بنابراین هر زمانی که مردم به موضوعی اعتراض داشتن، حالا این مردم میتونن کارگران باشن، کشاورزان، معلمان یا مردم عادی که به وضعیت موجود و در کل معترض هستن، همیشه سرکوب شدن. هرچند که این خیزش اخیر به نظر من دیگه اعتراض محسوب نمیشه، چون اعتراض وقتیه که شما به یک موضوع خاصی اعتراض دارید. یعنی اگر مثلا مردم ایران میمادن در مورد حجاب اعتراض میکردن، بله اسمش اعتراض، ولی در حال حاضر دیگه اسمش اعتراض نیست. ولی حالا چون موضوع بحث آزادمون هست، از شما عزیزان میخوام که در این بحث شرکت کنیم و نظر خودتون رو بفرمایید که اصلا واقعا جمهوری اسلامی چرا هرگز اجازه نداده در عمر 44 ساله خودش، اگر خودش رو به حق میدونه و میگه که من با رأی 98 درصدی بر سر کار اومدم، خب الان از چی میترسه؟ اگر همین خامنه ای هر دفعه میاد میگه که خودش رو ارجح میدونه و خودش رو برتر میدونه و فهم میکنه که همه مردم اون رو مورد تایید قرار میدن، پس چرا میترسه؟ از چی میترسن اینا؟ چرا اعتراضات رو به این شکل سرکوب میکنن؟ و اصلا این سرکوب کردن رو تا کجا میخوان پیش ببرن؟ بنابراین از شما تقاضا میکنم که در این بحث شرکت کنیم و به یک جمع‌بندی برسیم. جناب آقای دانای دوس بفرمایید. ممنون جناب شایگان بابت توضیحتون. تجمع و اعتراض حق مسلم هر مردم و هر شهروندیه، ولی همچنان که شما گفتین این تجمع و اعتراضات در طی چندین سال گذشته به همه اشکال مختلف ما دیدیم، از اعتراض کارگرا، کامیوندارا، نمیدونم اصناف، بازنشستا، همه اینا رو داشتیم به صورت اعتراض. ولی همچنان شما هم گفتین این اعتراض دیگه اعتراض نیست، یعنی این مجموعی از اعتراضاته، یعنی اصل به قول معروف اصل کل این نظام باید مردم خانه برچیده شدنشن، چون که اصلاح پذیر نیست و مردم با این تجمعات و اعتراضاتی که انجام دادن این حکومت فهموندن که اینا دیگه اصلشون میخوان براندازی کنن، یعنی این که حق کارگری نیست، حق حجاب نیست، این برای کل حقوقشونه، این مجموعی از حقوقی که سرکوب شده تو این 40 سال و الان مردم به این نتیجه رسیدن که این حکومت دیگه اصلاح پذیر نیست و باید بره. و در دریان این اعتراضات یه حکومت‌های دیکتاتوری همیشه به شدیدترین نفت سرکوب میکنن و از نیروهای سرکوبگر استفاده میکنن. چرا میگیم سپاه
تروریستی. چرا بره تو لیست تروریست؟ چون که سپاه قدس مثل اختاپوس میمونه، همه جا شاخه داره و همچنان که ما دیدیم تو از این شاخه و از این بازوها میخواد استفاده کنه، هم برای حفظ خودش هم برای پخش کردن به قول خودشون این انقلابی که دارن، ولی هیچ کی نمیخواد از کشورهای همسایه، ولی فقط خودشون میدونن خودشون. همچون ما شاهد بودیم تو این اعتراضات اخیر، ما از این نیروهای سرکوبگری که اینا تربیت کردن و بیرون از ایران هستن دیدیم که استفاده کردن، همونجور تو فیلماشون هم بود. از گروه فاطمیون ما دیدیم که تو مناطق کردستان استفاده شد از این گروه. این گروه کیه؟ این یک گروه از کشور افغانستان که برای جنگ سوریه استفاده ازش کرده، ولی الان بهش نیاز داره، همشون رو فرا میخونه تو کشور. برای چی؟ برای سرکوب مردم خودش. و این سرکوب تا کجا پیش میبره؟ تا اونجایی که خودشون گفتن دیگه. یکی از فرماندهان سپاک خودش تو سخنرانی کرد گفت به این آسانی نمیریم، باید دریای خون را بیفته. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوایم بریم ایران رو ویرانه میکنیم، یعنی خودشون دیگه جایگاهی ندارن دیگه، ایران رو ویران میکنن و میرن. این سرکوبان طبق حرف اون سردار دریای خون یعنی چی؟ یعنی میکشیم دیگه، تا هر موقع احتیاج باشه مردم رو سرکوب میکنن. ولی این انقلاب، این خیزش مردمی که ایجاد شده دیگه با سرکوب فکر نکنم سرکوب شدنی باشه و امیدوارم که به زودی زود شاهد نتیجه این خیزش مردمی باشیم و هرچه زودتر این حکومت دیکتاتوری از ایران بره. مرسی از شما. ممنون از شما آقای دانای توس. همونطور که شما فهمیدید این رژیم اصلاح پذیر نیست. یک نمونه خیلی خیلی بارزش و اخیراً اتفاق افتاد تا اوج این خیزش مردمی فکر می‌کنم تو هفته های سوم یا چهارم بود که هم رئیسی هم سخنگوش هم خیلی از این مسئولین میومدن تو جاهای دیگه میگفتن بیایید با هم گفتگو کنیم. اگر شما فکر می‌کنم خاطرتون باشه که بحث از گفتگو میکردن، چون خیلی ترسیده بودن که این واقعا این دفعه فرق میکرد. اما به محض اینکه یکم فروکش کرده تو خیابان‌ها دیگه مثل قبل شلوغ نیست، الان لحن سخنانشون عوض شده. بنابراین مثل همیشه اینا از موضوع دروغ و فریب استفاده میکنن، همونطور که خمینی در اون سخنرانی معروفش گفت ما خود کردیم، که میگفتش قبل از اینکه وارد ایران بشی شما یه حرفای دیگه میزدی، الان یه رفتار دیگه میکنی، گفت خود کردیم. اینا خود کردن کلن جزء لاینفکشون. آقای ناصر شما رو هم بشنویم. در رابطه با موضوعی که فرمودید، حالا اصل 27 که فرمودید، خب آره حق تجمع اعتراض تو قانون اساسیمون هست و اینکه چرا هست و چرا اجرا نمیشه، خب اون یه بحث کاملا جداست. هست به خاطر اینکه حالا نظام بخواد به خودش یه مشروعیتی بده، بگه من همچه قانون اساسی خوبی دارم و این حق رو به مردم هم میدم که تجمع کنه. حالا هرچند که انتهای همون حق تجمع نوشته که به شرط که مخل به مبانی اسلام نباشه، ولی حالا کاری به اون معنیش ندارم. در کل این قانون ما داریم، اصل توی قانون اساسی مون داریم برای دادن مشروعیت به خودش نظام، ولی اینکه چرا اجراش نمیکنه، خب دلیلش میتونه ترس از مردم باشه دیگه، یعنی ترس از تجمع، ترس از اتحاد، برای که میدونن چی کار کردن توی این 40 سال گذشته. خودشون خیلی خوب میدونن توی این 40 سالی که گذشت کلی کشتار را انداختن، کلی ظلم کردن و واقعا مردم دیگه کاسه صبرشون لبریز شده و برایش هم اصلا مهم نیست این تجمع چی باشه. حالا آقای دانتوس فهمون که الان چون مردم خود نظام رو در از هدف قرار دادن داره اینجوری سرکوب میکنه، ولی اصلا کلا نظام براش مهم نیست که شما برای چی داری تجمع میکنید. مگه همین تجمع های کارگری که هر ساله داره اتفاق میفته، حالا پارسال خیلی بیشتر بود،
ولی کلا هر سال داشت اتفاق می افتاد، چه جوری برخورد میکرد نظام باش؟ به بدترین شکل ممکن سرکوبشون میکرد. یا مردمی که به خاطر اینکه پولشون رو توی مؤسسه ها سرمایه گذاری کرده بودن، حالا مؤسسه های مالی پولشون رو خورده بودن، پس نمیدادن، مردم تجمع میکردن برای گرفتن پولشون. ولی دیدیم که با همون مردم هم چه جوری برخورد کرده بودن. با خیلیاشون شاید اصلا مشکلی هم با نظام نداشتن اصلا. اون مردمی که برای گرفتن پولشون اومده بودن جلوی بانک مرکزی یا جلوی مؤسسه راهپیمایی میکردن، شاید خیلیاشون واقعا با نظام مشکلی نداشتن. ولی همون آرام نظام سرکوب کرد. دلیلش فقط به نظر من همین میتونه باشه. کلا نظام از این تجمع میترسه، چون میدونه بعد از این تجمع اتحاد به وجود میاد. وقتی اتحاد به وجود بیاد دیگه کنترلش برای نظام خیلی سخت میشه این مسئله، و سعی میکنه همون اول در اصطلاح میگه در نطفه خفه کنه. سعی میکنه همون اول خفه کنه همه تجمعاتو که تبدیل به تجمعاتی بزرگ نشه. کماکان الان میبینیم داره از همون ابتدایی که مهسا امینی کشته شد سرکوب رو به بدترین شکل ممکن شروع کرد. یعنی از همون جمعه خونین زاهدان دیدیم که چه جوری مردم از هوا و زمین به رگبار بستن. یعنی اون اتفاقی که افتاد، اون فیلمایی که ما دیدیم، کم از جنگ واقعا نداشت. یا توی جوانرو، توی کردستان با تانک وقتی وارد میشی، شما وقتی با زره بر وارد میشی، وقتی اینجوری به سمت مردم شلیک میکنی، یعنی تو جنگ هم این اتفاقات به ندرت اتفاق افتاد. ولی میبینیم که خیلی راحت توی مملکتی که الان نه جنگ داره نه چیزی، ولی این اتفاقات داره تو کف خیابون میفته. و همه اینا به خاطر اینکه حکومت خودش میدونه که آخر خطه و جایی هم برای رفتن نداره. شما فرمودید تا کجا میخواد ادامه بده. به نظر منم موافقم با آقای دانشجوست، تا آخرش به نظر من ادامه میده، چون جایی برای رفتن نداره. یه سری خبرها شنیدیم در رابطه با اینکه حالا خیلی از مسئولین رفتن ونزوئلا، حالا سرمایه گذاری کنن، بتونن در واقع برای آیندهشون یه جایی رو داشته باشن که بتونن اونجا فرار کنن. ولی خود دیدیم همین ونزوئلا الان داره با آمریکا، یعنی یه چراغ سبز با آمریکا نشون داده، داره یه سری مذاکرات با آمریکا میکنه که بتونه نفتشو بفروشه. و قاعدتا ونزوئلا بازار آمریکا و بازار جهانیشو ول نمیکنه به خاطر جمهوری اسلامی، و به خاطر منافع خود ونزوئلا هم شده خیلی راحت اینا رو تحویل حالا کشورهای دیگه میده. بنابراین فکر میکنم که این نظام و این حکومتی که الان هست تا اونجایی که بتونه سعی میکنه مقاومت کنه و این کار رو با کشتار راه میندازه. و متاسفانه باید بگم این انقلاب راحتی نمیتونه باشه و قاعدتا خونهای خیلی زیادی ریخته میشه. ولی خب میدونیم هیچ انقلابی بدون خون و خونریزی واقعا اتفاق نمیفته. انقلابایی که میدونیم علیه یه همچین دیکتاتوری داره اتفاق میفته، بدون خون و خونریزی واقعا نمیشه. و اگر بخوایم که یک ایرانی آزاد داشته باشی، متاسفانه باید بهاشو بدیم. به امید اون روز، امیدوارم اون روز خیلی سریع برسه و بتونیم ایران آزادمون رو هممون در واقع توی زندگی بکنیم. مرسی. مایک آزاد آشایگان. ممنون از شما آقای ناصری. ما هم امیدواریم همونطور که شما گفتید هر چیزی بهایی داره و متاسفانه بهای آزادی جان هموطنانمون است که گرفته میشه، و امیدواریم که زودتر این چرخه خشونت پایان بپذیره. آقای حمزه‌زاده گرامی شما رو میشنم، بفرمایید. درود و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران. در مورد بحث آزاد، من تا اونجایی که تو این مدت دیدم، از چیزی که از جمهوری اسلامی دیدم، این حق تجمع رو زمانی این جمهوری اسلامی مردم میده که این تجمع به نفع خودش باشه، مثل مراسم های 22 بهمن یا روز قدس یا همچین چیزی. زمانی که موضوعش این باشه، اینها نه تنها جلوگیری نمیکنن، کلی هم تازه امکانات میذارن در اختیار مردم که بیان بیرون و طرفداریشون رو بکنن. به نظر من مردم میتونن اینجا هوشیار باشن. تو چه هفته های بعد ما 22 بهمن رو داریم، دعی فجر رو داریم. نمیدونم، ولی نظر من شاید هم درست نباشه، ولی مردم میتونن از این فرصت استفاده بکنن. یعنی اگه واقعا بشه بیان بیرون و یه راهپیمایی سکوت رو برگزار کنن و زمانی که جمعیت به اون حد نصاب رسید میتونن ازش استفاده بکنن.
و میخواستم همینو بگم که جمهوری اسلامی فقط این جور جاهاست که میتونه، یعنی این حق رو به مردم میده که مردم بیان بیرون. در غیر این صورت شما هیچ وقت ندیدین تو هر قشتی، تو هر معلم و بازنشستگان یا کشاورزان، هیچ وقت اجازه نداده از یه حدی بیشتر باشه، سرکوب کرده. خواستم این موضوع رو اشاره کنم بهش، این نکته رو که توی 22 بهمن توی این ماه بعدی که داریم میشه استفاده کرد از این فرصتی که پیش میاد. ممنونم. ممنون از شما آقای حمزه‌زاده گرامی. آقای ترغیبی شما رو هم بشنویم. درود بر شما همکاران محترم. صدای من هست؟ بله صداتون هست. من خواستم به یک نکته اشاره کنم که زمانی ما در مورد تظاهرات حرف میزنیم یا در مورد تجمعات و به قانونی اشاره میکنیم، مثل قانونایی که در کشورهای مختلف هست، این قانون رو گذاشتن برای آحاد مردم، یعنی کل اون جامعه که یه جایی اعتراض دارن مردم بیان توی خیابون. ولی شما وقتی نگاه میکنین به تاریخ جمهوری اسلامی، 44 ساله جمهوری اسلامی، به نظر من این دیگه قانون نیست. شما نگاه کنید از اون ور گذاشته که هر کی اعتراض داره ولی گفته مخالف مبانی اسلام نباشه. حالا ما کاری به مبانی اسلامش هم نداریم، ولی زمانی که مردم میان اعتراض دارن، کارگره، نمیدونم بازنشسته است، نمیدونم مردم عادیه، برای حقوقشون تظاهرات میکنن، سری میان سرکوب میکنن. به نظر من به این قانون اشاره نکنین، چون ناخواسته این قانون رو تایید میکنین، میگین آره ما همچین قانونی داریم، و اصلا به این موضوع اشاره نکنیم خیلی بهتره تا مشروعیت نبخشیم به این نظام ناخواسته. یکی از مواردی که تو این تظاهرات، تو این خیزش انقلابی مردم در دادگاه ها میشه بهش اشاره کرد، اشاره به حکم محاربه با خداست. این محاربه با خدا، حالا وقتی نگاه میکنی خب طرف اومده تو خیابون، با کدوم خدا محاربه کرده؟ چجوری با خدا محاربه کرده؟ علیه خامنه‌ای شعار داده محاربه کرده؟ یعنی محاربه یعنی جنگ، کلمه عربی هست، خب معنیش میشه جنگ، یعنی جنگ با خدا. اینها میان از این حربه استفاده میکنن، هرچند دیگه امروز کارایی نداره، حداقل از سال 88 به بعد، از سال 98 به بعد دیگه این محاربه با خدا و از این قوانین اسلامی دیگه جایگاهی نداره، چون واقعا مردم دیدن که اون اسلام رحمانیشون چجور رفتار کرده و به دنیا و به ایران هم کاملا فهموندن. این محاربه با خدا، حالا علی خامنه‌ای خودش میاد جای خدا میذاره و میگه شما با خدا جنگیدید، حکم براش صادر میکنه، محاربه با خدا، اعدام، تموم شد. اگر نگاه کنیم به قانون محاربه با اسلام، به تعریفش، به این معناست که جنگ با خدا و رسول خدا. حالا نه خدایی هست اینجا و نه رسولی هم هست، اگرم یه ذره مشروعیت داشته باشه این رسولشونم، هیچ کدومشون اینجا نیست، ولی بر اساس همون حکم، حالا اینا خودشون میان تعیین میکنن که محاربه با خدا چگونه است. خب میگن این نماینده امام زمانه، خب امام زمانم از طرف خدا اومده، پس اینو باید اعدام کنیم. امثال جنتی و نمیدونم امین خامنه‌ای و از این آخوند ماخوند ها میان حکم محاربه میدن و به راحتی اعدام میکنن. ولی این داستان تا یک زمانی مشروعیت داشت بین مردم، همون زمانی که همین مردم خمینی را سر کار آوردن، و از سال 98 به بعد به نظرم دیگه هیچ جایگاهی نداره این قوانینشون، چون مردم نمیخوان دیگه. این اسلامی که اینا اجرا میکنن و مردمی که از رسانه ها استفاده میکنن و اسلامشون رو میخونن، نه خودشون رو میخوان نه اسلامشون، و این به نظرم یعنی پایان کار. و بسیار بسیار جالب بود این انقلاب، و وقتی نگاه میکنی مثلا توی بلوچستان زنا میان بیرون شعار میدن علیه خامنه‌ای، یا کسی به اسم شخصی مانند
مادر کیان پیرفلک میاد روی مزارش میگه برای بچم قرآن نخونه. اینها یعنی بیزاری جستن از جمهوری اسلامی، اینها یعنی ریشه جمهوری اسلامی رو زدن. هر کسی اعتقادی داره برای خودش تو خونش، ولی این اعتقادی که اومده گردن ما رو میزنه، به نظر من انقلاب اینجا شکل گرفته، توی مغز ما ها، نه توی خیابون. ممنونم. ممنون از شما آقای تعقیبی عزیز. بله، نظراتتون رو شنیدیم. خانم مباشریفر. خب در ابتدا ضمن سلام مجدد خدمت همکاران عزیز، من در رابطه با صحبتی که آقای حمزه‌زاده فرمودن یک نکته رو بگم که خیلی واجبه. ببینید، ما زمانی که به فرض مثلا در ایران بودیم، یه زمانی می‌خواستیم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور نشه، بلند شدیم رفتیم و رأی دادیم که چی؟ که نمیخواستیم احمدی نژاد بشه. بعد چی شد؟ آمار رأی کسانی که رفتن رأی دادن رفت بالا. الان هم همینطوره. اگر ما 22 بهمن بلند شیم و بریم واسه اون صحبتمون، حتی اگر سکوت کنیم، اینا آمار خودشون رو میبرن بالا. خودتون میدونید دولت جمهوری اسلامی را قشنگ راحت برد فیلم سازی کنه، خیلی راحت خوشگل قشنگ میسازه، همچین که ما اصلا متوجه هم نمیشیم. پس این یک اشتباه، این یک مورد. در مورد آقای صحبت‌های آقای میلاد تقریبی که فرمودن که خب در رابطه با این موضوع محاربه که اینها اسلام هست، ببینید دوستان، چیزی که من در رابطه این مسئله تحقیق کردم، جرمی به اسم محاربه وجود داره و در اسلام هم همچی چیزی نوشته شده، اما در قرآن جمهوری اسلامی ایران کسی که به عنوان محارب شناخته میشه فقط در قبال خداوند محارب هست و کسی اجازه اعدام نداره. این که میبینیم دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در این از این مطلب استفاده میکنن، این سوء استفاده آخوندها و حکومت جمهوری اسلامی است که میاد و این موضوع رو به این ربط میده. ولی اگر که شما در خود قانون نگاه کنید، در خود قرآن مجید نگاه کنید، نوشته شده کسانی که محارب هستند، این اشخاص از لحاظ شرع گناهکارند در برابر خداوند، نه در برابر قانون، و باید بعد از حالا مرگشون، بعد از حالا فوتشون به خداوند پاسخ بدن و هیچ کس حق نداره جون این افراد رو بگیره. این یه چیزه، این هست که فقط متاسفانه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران از این مسئله استفاده کردن به نفع خودشون. این هست که خواستم این توضیح رو بدم که بدونید که این دولت مردان جمهوری اسلامی هستن که همه چیز رو به نفع خودشون میچرخون. مرسی. بعد آقای حمزه‌زاده هم نوشتن که جمعیت میلیونی بشه نمیتونن سرکوب کنن. ببینید اونقدر ترس به جون مردم ایران انداختن با اون اعدام ها، با این حبس ها، که یه جوری شده اگر که خودتون دقت کنید توی کشور ایران الان دیگه مردم میترسن برن تظاهرات کنن. مردم وحشت دارن. چرا میترسن که افراد خودشون یا اعضای خانوادهشون در زندان ها برن و اعدام بشن. برای همین هست که حتی جمعیت میلیونی هم بره، باز اینا خودشون انقدر دیگه به قول معروف انقدر بلدن این فیلم ها رو بسازن. درسته که حالا ما دیگه شناختیمشون، درسته ما میدونیم که اینا همش فیلم سازیه، ولی باز هم این یک دست اونا رو بازتر میذاریم برای اون برنامه که داره. مرسی. ممنون از شما خانم مباشریفر عزیز. آقای ناصری بفرمایید. مرسی آقای شایگان. دو تا نکته میخواستم بگم. یکی برای صحبت آقای حمزه‌زاده کوتاه بگم، برای البته یه بخشش رو خانم مباشریفر فرمودن، یه بخش دیگرش هم البته به نظر من اشتباهه، نه به اون دلیل که حالا فیلم سازی میکنن، به این دلیل که یه جورایی تقابل حالا طرفداران نظام و مخالفان نظام میشه با هم دیگه و اتفاق خوشایندی نمیفته. تجربهش ما توی سال 88 دیدیم
که چه اتفاقی افتاد توی عاشورای 88 و یه جورایی نظام با طرفداراش با مخالفان توی خیابون کف خیابون افتادن به جون هم دیگه و انقدر کشته دادیم توی عاشورای 88 و جایی که خب قدرت زور دست نظامه، بالاخره یه سری طرفدار داره، اسلحه داره، نیروی سرکوبگر داره، همه چی داره، وقتی توی خیابون این دوتا میخورن به هم دیگه متاسفانه اتفاقات خوبی نمیفته اون موقع و عده خیلی زیادی ممکنه بود جونشون از دست بدن. به خاطر همین به نظر من اصلا این کار درست نیست و همین فراخوانایی که داریم میبینیم که تکوتوب داره اتفاق میفته و اکثر شهرها و مردم دارن میان بیرون و اعتراضشون نشون میدن، به نظر من این کار درست‌تره، کمی منسجم‌تر فقط بشه، وگرنه به نظر من این کار خیلی بهتره تا اینکه بخوایم تو یه روز خاصی که خود نظام برنامه می‌ریزه برای اون روز بخوایم اعتراضمون رو نشون بدیم. یکی این موضوع بود، یکی هم در رابطه با صحبت‌های آقای ترغیبی عزیز. آقای ترغیبی، ما بگیم این قانون هست یا نیست فرقی نمی‌کنه، بالاخره این قانون، این اصل توی قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، حق تجمع و اعتراض. منم اول صحبتام عرض کردم خود جمهوری اسلامی اومده این قانون این اصل رو گذاشته برای که مشروعیت بده به خودش و توی جامعه جهانی به خودش مشروعیت بده، ولی هممون میدونیم این قانون اجرا نمیشه، 40 ساله که اجرا نشده و فقط به کاغذه. و بحث محاربه هم که فرمودید، ببینید وقتی خود آقای خامنه‌ای و اطرافیانش، حالا از همون آقای جنتی که خودتون فرموده گرفتی بگیری تا مسئولین رد پای، همه و همه وقتی میان توی تلویزیون صدا و سیما که حالا دست خودشون هم هست اعلام میکنن که آقای خامنه ای نائب برحق امام زمان رسول خداونده، خیلی ها میان از این حرفا میزنن دیگه، شنیدیم توی تلویزیون و جای دیگه، یه جورایی نماینده خدا میدونن دیگه آقای خامنه ای. وقتی شما با آقای خامنه ای برخورد بکنید علیه شعار بدید، انگار که علیه خدا شعار بدید. این تفسیریه که حکومت داره، میدونیم ما اشتباهه، همه ما اینو میدونیم، ولی تفسیریه که حکومت داره و متاسفانه قدرت و دادگاه و نظام قضایی خب دست خود حکومته و همون جوری که خودشون همیشه همین جوری بوده. البته کلا بحث فقه بحث خیلی پیچیده‌ایه، یعنی یه چیز واضحه دو تا چهار تا نیست. شما از هر قانون فقه میتونید هزاران تفسیره بیرون بکشید و به هر نوعی که خودتون میخواید تفسیرش بکنید و همیشه اجماع هم اجماع تفسیرها به یه سمتی بوده که به نظام مشروعیت بده و خب قضات هم مسلماً به این فقها ها به این حکمایی که داره صادر میشه خب تبعیت میکنن، میگن فلان مرجع اومده فلان فتوا رو داده، پس بر اساس فتوای فلان مرجع این آقا حکم محاربه رو اجرا کرده و من با حکم محاربه آقا رو به اعدام محکوم میکنم و خیلی راحت حکم رو صادر میکنن و اجراش هم میکنن و اصلا براشون مهم نیست که من و شما الان اینجا چه نظری داشته باشیم، نظر خودشون براشون مهمه که دارن اجراش میکنن توی حکم. همین خواستم بگم. مرسی آقای شایگان. ممنون آقای ناصری گرامی. آقای ترغیب شما را بشنویم. بله، ممنون که دوباره مایکو به من دادین. من یه توضیح بدم، واقعا نظر مردم خیلی مهمه. ببین شما همین رژیم جمهوری اسلامی با نظر همین مردم روی کار اومد. چرا جمهوری اسلامی، چرا طالبان نمیاد توی آلمان حاکم بشه؟ چرا توی کشورهای اروپایی نمیاد حاکم بشه؟ چون اینا فهمیدن اینا گول چیزی به اسم دین رو نمیخورن دیگه. چرا یک نمیدونم کشیش نمیاد اینجا قیام کنه بگه بیان دنبال من نماینده عیسی هستم و فلانم و فلان. ما یک زمانی مردم ما اینجوری بود که خمینی خواه بودن، دین خواه بودن، اسلام خواه بودن. چون اون زمانی که متاسفانه شاه اومد کارخانه ساخت، نمیدونم کشور در حال پیشرفت بود، مهاجرت از روسها به شهرها زیادتر شد. من این موضوع هم شاید یکم پرت بشه از بحث اصلیمون، از موضوع اصلیمون این بحث هم انجام میدم، ولی میخوام یه توضیح کوتاه در این مورد بدم.
این اکثرا از روسا اومدن دنبال کار، رفتن شغل پیدا کردن و یک کافی بود مثلا یه هفته، دو هفته، یک روز، ده روز این مردم بیکار بشن، نمیدونم پالایشگاه تعطیل بشن، نمیدونم یه اتفاقاتی بود کلا اینا از کار بیکار بشن. اینا کجا بهتر از پامنبری آخوندا؟ اینا میرفتن اونجا میشستن اونجا براشون از بهشت و جهنم و نمیدونم گل و بلبل و حکومت این و حکومت اون میگفتن و ما چی بودیم و چی داشتیم و فلان بودیم و از اینا براشون میگفتن. خب همین مردم اومدن امثال خمینی این آخونده رو آوردن روی کار، ولی امروز همین مردم فهمیدن که توی قرآنشون، توی اسلامشون هیچ چیز به درد بخوری نیست غیر از قتل و تجاوز و کشت و کشتار. رو خانم باشریفر به این موضوع اشاره کردن که آخونده از این استفاده میکنن. نه، این دستورات جوری هستن که قابل سوء استفاده هستن، یعنی به راحتی میشه هر کسی یک تفسیری ازش در بیاره و به راحتی ازش سوء استفاده کرد. ریشه همه اینه برمیگرده به اسلام، تمام مشکلات برمیگرده به اسلام. همین مردم اسلام خواه بودن اون زمان، اسلام هم روی کار آوردن، قتل عام کردن. از اولش که خمینی اومد کل سران ارتش رو قتل عام کرد، بعد یه فتوا داد گفت کردستان کافرن، همه ریختن سر کردستان قتل عامشون کردن، اینا جدایی طلبن فلانن با یه فتوا. ولی امروز دیگه فتوای آخوند کار نمیکنه، چون مردم فهمیدن این قرآنو، چون مردم فهمیدن این اسلامو. گفتم مادر کیان پیرفلک میاد روی سر قبرش میگه بچه‌م از قرآن متنفر بود، براش قرآن نخونیم. این یعنی انقلاب. اون مرد کردی که سر قبر داره بچه‌شو خاک میکنه میگه این کهنه پرستیو بذارین کنار. اینا یعنی انقلاب، وگرنه این مردم توی خیابان نمی اومدن. اگرم می اومدن به خاطر یا موسوی بود یا نمیدونم طرف میخواد رفسنجانی باشه، طرف میخواد فلان باشه. اینا ریشه رو پیدا کردن. تظاهرات ریشه یک حکومت رو میزنه. خوشبختانه این بار و از سال 98 ریشه رو مورد هدف قرار دادن مردم. مرسی از شما. من حرفی ندارم. ممنون از شما آقای تقریبی، برای نظراتتون قابل تأمل و میشه بحث کرد. جناب آقای قربانی شما رو هم بشنویم. من خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم. من مخالفت جمهوری اسلامی و اعتراضات بیشتر با مخالفت جدی جمهوری اسلامی به حقوق بشر نمیدن. ببین کلن غلط پس از جنگ های 30 ساله و 120 ساله به این نتیجه رسید که همیشه اختلاف میتونه وجود داشته باشه، ولی باید یه راه حلی پیدا کرد که اختلاف رو بدون خشونت حل کرد. اون وقت تو غرب بحث رواداری پیش اومد، بعدم بعد از جنگ جهانی دوم و اون جنگ خونینی که اتفاق افتاد به این نتیجه رسیدن که باید یه قوانینی ما وضع کنیم که حقوق انسان و کرامت انسان حفظ بشه. این جمهوری اسلامی حقوق و کرامت انسان واسش مهم نیست. و یه مسئله دیگه، تظاهرات بسه اینه که مردم خواست خودشون رو نشون بده. واسه جمهوری اسلامی خواست مردم هم مهم نیست. اینا هم فکر میکنن که به صدا مشروعیتشون از خدا گرفتن و مردم رو باید خلاصه با زور شمشیر به صدا مجبور به پیروی کنن. و یه مسئله دیگه هستش، باز هم ببینیم حقوق بشر، حقوق متشکل شدن و مبارزه کردن متشکل رو دادش. این بخاطر اینکه باز ما به قهر متوصل نشیم، یک جمعی متشکل بشه و حقوق خودش اعلام کنه. خلاصه عرض من این که حقوق جمهوری اسلامی با حقوق بشر مخالفه. حقوق بشر و همه قوانینی که رواداری حقوق بشر دنبالش بودن این که مشکلاتی که بین جامعه تو جامعه هست با رأی مردم و بدون خشونت حل بشه. ولی خب جمهوری اسلامی نه با این موافقه نه با عدم خشونت موافقه، چون اصلا خشونت برای جمهوری اسلامی اصلا جهاد یکی از اصول دین اسلامی هست. یعنی جهاد یعنی جنگ دیگه، یعنی گسترش جنگ. خلاصه از من که من مثلا مخالفت جمهوری اسلامی با تظاهرات و مخالفت با همه حقوقی که
ما حقوق بشر میشناسیم و ما هممون داریم میبینم. ممنون هستم. ممنون از شما آقای قربانی. جناب آقای کرمی رو فکر می‌کنم دیگه به عنوان نفر آخر بشنویم و بعد جلسه رو اعلام کنیم. ممنون از شایگان. منم می‌خواستم خیلی کوتاه به یه چیزی اشاره کنم. زیاد وقت جلسه رو نمیگیرم. فقط یه چیزی این وسط متوجه شدم که این اعتراضات با تمام اعتراضات فرق می‌کنه. تو اعتراضات قبلی که ما داشتیم بر سر یه سری اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و اون یکی و کروبی و نمیدونم موسوی و از این قبیل چیزا بود و خیلی خیلی چیزای دیگه. این هیچ اعتراضی سابقه 3 ماه 4 ماه تو جمهوری تو این 44 سال نداشته. این اعتراض واقعا امیدوارم به امید خیلی امید دارم به این اعتراض که پایان این اعتراضات آزادی ایران باشه و پایان جمهوری اسلام. ممنونم از همیشون. بله ممنون از شما آقای کرمی. ما هم واقعا امیدواریم به این موضوع چون هموطنانمون همه ما ایرانی ها مستحق این آزادی هستیم و مستحق این هستیم که در رفاه و آزادی زندگی کنیم در کنار هم با خوبی و خوشی برابر. بسیار خوب، امروز و ساعت 14 به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 14 ژانویه 2023 جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی رو آغاز کرده بودیم که در این بخش در این جلسه بخش‌های مختلفی بودش که فکر می‌کنم همه بخش‌ها بخش‌های بسیار بسیار خوبی بود. جلسه پرباری بود. ممنون از دوستانی که حضور داشتن و در بحث ها شرکت کردن، مخصوصا در بحث آزاد که خیلی به نظرم بحث پرباری بود، هرچند که همچنان میشه راجبش بحث کرد ولی خب جلسه ما محدوده و باید به انتها برسونیم. من رضا شایگان به عنوان مسئول جلسه تشکر میکنم از همکارانی که منو یاری کردن، سرکار خانم غزاله ابتهایی به عنوان منشی جلسه و همینطور جناب آقای محمد رسول پورتندرست به عنوان ضبط صدا و تدوین، ادمین ها جناب آقای کریم ناصری و سرکار خانم لیلا ابوطالبی که منو یاری کردن. سپاس از این که تا این لحظه همراه ما بودید و تحمل کردید و در ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. ممنونم و خسته